بینندگان عزیز با سلام به شما، امیدوارم تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقات رو که امروز با هم هستیم اوقات بهتری داشته باشید. چهارشنبه است و 17 ماه ژانویه سال 2018. ممنونم از دوستی که دیروز توسط مانیگرام مبلغی رو به تلویزیون مردم ارسال کردن و حمایت کردن، از این بابت بسیار ممنونم. دوستان اگر روی فیسبوک و اینستاگرام ما رو با دوستان دیگه شون در میون بذارن، شیر کنن، سهیم بشن، به اونها خبر بدن، ممنون و متشکر. امروز قراره با یک آقای جوان، نمیدونم با آخوند جوان باید بگیم چی، باید بگیم آخوندک در اصل ایشون با مشکلات زیادی، میدونید که توی ایران مشکل بود این چند روز، اینترنت و اینها درست کرد و به اصطلاح اسکایپ رو درست کرد و اینها، ولی من ساعت 1:58 نوشتم حاضر، خبری نشد. ساعت 1:59 زنگ زدم به ایشون، جواب نداد. نوشتم کجایی و هر وقت خود ایشون تماس گرفت با هم صحبت میکنیم ببینیم که من قبلا هم با یک دوست جوانی که طلبه بود در ایران و میگفت فرار کرده از ایران مصاحبه کردم، ولی این دوستمون در ایرانه و میگه خب ایرانم مثل همه کشورها اشکالاتی داره و مردم هم حق دارن که ناراضی باشن و حق دارن که تظاهرات کنن. ضمناً امروز یه تظاهرات بزرگ و عظیمی به دعوت آقای رضا پهلوی و حخا و دیگر عقب افتاده های کمپوزیسیون قرار بود برگزار بشه. من هیچ چیزی ندیدم. شما اگر عکسی دارید، تظاهراتی، ویدیویی دارید ارسال کنید یا با ایمیل usa.sorbi@gmail.com یا با تکست و با فیسبوک هم میشه، ولی از فیسبوک من حقیقتا بسیار ناراضی هستم. بله، ممنونم از مجید عزیز. این مجید باعث میشه که من هر روز یه چیزی جدید یاد بگیرم. اون روز گفت اینستاگرام خوبه ولی اینایی که میان کامنت میذارن، حالا شما اون ور قضیه رو ببینی. من که این ور هستم، اینستاگرام ما وقتی از این وری فیلم میگیریم که مثل آدمیزاد دوتا چشم از این وریه دیگه، اون نوشته ها رو از این وری مینویسه. بعد من باید وقتی میخوام نوشته ها رو بخونم اینجوری کنم بخونم، بعدم مثلا یکیشون نوشته بود که آقا این سوربی مزدوره، این میاد به مردم میگه که خب امشب آخوندا مردن همه رفتن، فردا چی؟ گفتم این مزدوری شد؟ مگه خودتون الان فوش نمیدید به اونایی که انقلاب کردن؟ من که انقلاب نکردم، من مأمور حکومت نظامی بودم، تا بعد از انقلابم سرباز بودم، سرباز ارتش و پادشاهی که فرار کرده بود و ارتشی که اعلام همبستگی کرده بود به مردم، این من. ولی مگه خود شما فوش نمیدید به این روشن فکرا، به این فرهیختگان، که چرا اون موقع هول شدید، از هول حلیم تو دیگ افتادید، یا یابو برتون داشت، یک کتاب خونده بودید فکر کردید همه چیزو میدونید و اینها، و چرا نپرسیدید اگه شاه رفت چه کسی فردا میخواد قدرت رو بگیره دستش؟ خب آخه احمق، نادان، جوانی یا نیستی، هرچی، تو امروز تو باید این سوال کنی. چون من میبینم ممکنه اون موقع نبودی، وجود نداشتی، جوان هستی، من سوال میکنم، میگم امروز همه اینها رفتن مردن، فردا شما کیو، نمیگیم کیرو، کیو میخوای جایگزین اینها کنی؟ اگر تازه قدرت دست شما باشه، اگه انتخابات دست شما باشه، اگه نه که یکی دیگه میاد سوار میشه و یا علی مدد. در صورت این دوستمون سند ویدیو مسیج، ما ویدیو مسیج نمیخوام دوست عزیز، شما باید بیای رو خط صحبت کنی. اگه ویدیو میخواستیم که این همه دنبال اسکایپ و اینها نمیرفتیم. امروز ساعت 3 بعد از ظهر اون دوستمون که از خلیج فارس زحمت میکشه و تا حالا 35 تا 34 تا برنامه رو درست کرده و پخش کرده، نه با این اینترنت های بیجون من فکر نمی کنم کار ما انجام بشه. دوستان میبینید من دارم تماس میگیرم ولی هیچ چیزی نمیشه، هیچ ارتباطی برقرار
نیست و جای تأسفه. بله دو بار، یکی 1:59 و یکی هم 2:06. اجازه بدید که ما عطای این رو به لغاش ببخشیم و بذاریم یه وقت دیگه و ما امروز از این وقت سوء استفاده کنیم یا استفاده کنیم و چیزایی رو که چند مدت عقب افتاده، این نوشته ها، ویدیوها جمع شده، اونا رو پخش کنیم. ممنونم از دوستانی که هم روی مردم تیوی هستن، هم روی به اصطلاح صفحه شخصی من. آقای محسن درزی چهار فصل، دوست عزیز، خب روی صفحه من شما این چیزی که میذارین کار بدیه. من دارم برنامه اجرا میکنم، شما میایید تو برنامه من یه نوشته میذاری، یه چیز فیسبوک میذاری. اگه برای منه که من الان وقت ندارم اینو نگاه کنم، اگه برای دیگرانه که شما داری از صفحه من سوء استفاده میکنی و این درست نیست، پس اجازه بدید که من این رو یه جوری به اصطلاح ترتیبش رو بدم و نکنید دیگه، این کار زشتیه، پاکش کنید. بعد از برنامه اگه دوست داشتید یا به صورت مسیج برای خود من ارسال کنید. در صورت ممنونم دوستان. خیلی راه درازی ما در پیش داریم تا یاد بگیریم، یاد بگیریم زنگ که میزنیم چجوری به اصطلاح پیام بذاریم، یاد بگیریم با دوستانی که باشون موافقیم چجوری رفتار کنیم، با دوستانی که باشون مخالفیم چگونه مناظره کنیم، بحث و گفتگو داشته باشیم. در هر صورت امیدوارم اقلن به سن ما، میدونید دیگه بعض وقتا از 50 که میری بالا اینجوری میگن 50 بعد سرازیریه، حالا کی از جاده بزنی بیرون اون دیگه خدا میدونه، یکی 60 سالگی، یکی مثل پدر من 67 سالگی، یکی مثل آیت الله رفسنجانی یا حجت الاسلام رفسنجانی، من نمیدونم اینا همه به خودشون درجه میدن. اینا من یاد ارتشی های دوره شاه میندازن که از اونجا اومدن اینجا، اینجا رفتن حقوق میگیرن، راننده تاکسی هن یا مغازه باز کردن یا رستوران، ولی همینجور به خودشون درجه میدن. مثلا طرف سروان بوده، حالا اینجا کم کم داره میشه تیمسار. بمانه این هم از این ماجرا. و ممنون آقای پناهی عزیز. من ببینم این دوستمون چی فرستاده. بله خب بله، شاه رفت. این امروز یا دیروز روزیه که شاه رفت. آقای محمد درزی چهار فصل، این درزی یه محلیه چیه؟ در صورت دیدم، بله عزیزم اینو وردارید شما لطفاً تا من مجبور نشم بلاک کنم و اینها، و اینها رو قبل از برنامه بفرستید تا آدم این کاغذ ها رو که میاره اینجا ردیف کنه، دربارش صحبت کنه. متاسفانه دیدم اون روز اون دوستمون آقای دانیل یا همون دانیال خودمون 4-5 بار مسیج گذاشته بود، بعدم به من میگه آقا شماره تلفن دستی تو بده تا من بتونم. عزیز من، این شماره تلفن دستی قرار بود تو ماشینمون باشه، هر وقت داریم رانندگی میکنیم اگه تصادفی کردیم زنگ بزنیم به پلیس. حالا شماره تلفن های خونه یکی یکی داره از بین میره، شماره تلفن دستی اومده جایگزین شماره تلفن خونه شده. وقتی من شماره تلفن آفیس به شما میدم، وقتی من شماره تلفنی میدم که تکست میتونید باهاش بفرستید، این کار زشتیه که به طرف بگم آقا شماره تلفن شخصیت هم به من بده. مثل همین دوستمون گفت آقا من اسم شما رو پیدا کردم توی اسکایپ ولی اونجا نیستی. میگم نه عزیز من، من یه حساب برای من، یه آدم شخصی ام، یه آدمی ام اینجا عمومی، برای خودم، فامیلم، دوستای نزدیک یه حساب اکانت اسکایپ جدا دارم، برای بیزینس یا به اصطلاح مردم توی مردم تیوی یه حساب دیگه دارم. وقتی من برای شما می‌نویسم با این نام با من تماس بگیر، شما چرا میری با یه نامی که من بهت ندادم پیدا میکنی و ممکنه 10 نفر به اسم من حساب باز کرده باشن خوششون بیاد؟ ما که همش دروغ میگیم که چیزایی که نیستیم میگیم هستیم، حالا یه بدبختی هم انقدر عقده داره که خودشو جای من جا میزنه. در هر صورت اینم از این ماجرا و بریم. بذارید من ببینم که چه باید کرد. این اتفاقا لینک آقای محسن درزی چهار فصل انقدر طولانیه که بغلش حتی جای چیز نداره که بتونی فعلا این اکتیوش کنی. این اکتیو یعنی از کار انداختن. و
این رو من صفحه رو کوچیک کنم که اون صفحه مردم تیوی هم باشه. باور نمی کنید. آره داشتم راجع به مجید می گفتم، وقتی گفت اینجوری من رفتم یه کمی روی گوگل و اینها سرچ کردم، جستجو کردم. اینجا میگن سرچ اند ریسرچ. حالا من نمیدونم کسی که میره سرچ میکنه وقتی برمیگرده میشه ریسرچ. در صورت میری تحقیق میکنی، جستجو میکنی. دیدم نوشته که بله شما میتونی برنامه زنده که پخش میکنی اون کامنت رو از کار بندازی، دیسیبل کنی. ای کاش که برای فیسبوک هم اینجوری میشد و ای کاش برای فیسبوک هم مثل یوتیوب میشد اصلا کامنت رو کنار بذاریم و راحت باشیم بیاین برنامه اجرا کنیم. و اما بله، دیروز همزمان هست با رفتن شاه از ایران. به همین خاطر پارسال ما 18 ژانویه برنامه ای رو آقای احمد علی مسعود انصاری اجرا کرد. یکی از دوستان هم به اصطلاح مخارجش رو، هزینهش رو پرداخت کرد و تا امروز فکر کنم 80,000 نفر 70,000 نفر دیدنش. و اون رو ما دیروز هم باز دوباره گذاشتیم روی فیسبوک، میتونید برید ببینید. ممنون و متشکرم. و این دوستانی هم که روی فیسبوک میان و سلام علیک میکنن، اگر این تعارف ها رو کم کنیم، ز تعارف کم کن و بر مبلغ افزای. دوستان عزیزی که مایل هستن آقای دکتر نصر احمدی بیان و برنامه داشته باشن، مثل این دوست اون آقای پرویز خان، مثل اون دوست دیگه اون آقای مسعود، با خود ایشون تماس بگیرید. چون ایشون دیشب هم با من تماس گرفت، گاه سربی از اون روز تا حالا همینجوری مردم به من زنگ میزنن و من برنامه دارم یا ندارم. گفتم عزیز من شما با دوستانت باید صحبت کنی، مثل اینکه من اینجا یه چلو کبابی دارم، شما من بگی آقا من جمعه میام نهار میخورم یا نه، بستگی به شما داره، بستگی به دوستانتون داره که شما رو دعوت کرده باشن. کارا رو تقسیم کنیم. من اگر این کارا رو ول کنم بخوام برسم به اون کارا، دیگه هیچی، به هیچ کارش نمیرسم. و داشتم راجع به آقای خسرو بهرامی میگفتم. آقای بهرامی عزیز، شما که الان دیگه چند سال بیننده برنامه من هستی، با بد اخلاقی های من آشنا هستی، با نظم و انضباط من آشنا هستی، با خوش اخلاقی های من که اصلا ندارم آشنا هستی. عزیز من وقتی من دارم راجع به کشتی صحبت میکنم، یه دوست دیگه میاد مقاله میذاره، یه دوست دیگه میاد تلفن میزنه، شما میگی میخواستم صحبت کنم، اینجوری کار نمیکنه. قبلش زنگ بزن، برنامه بذار، بنویس که من این میخوام پیام پخش بشه. یه کمی مرتبتر، منسجمتر. در هر صورت بعضی وقتا واقعا من نمیدونم چه کار کنم. الان یه دوستی برای من پیام گذاشته که آقای صبحی امروز من چند بار تماس گرفتم، والا بلا اگه اولی رو بگیرم هیچ فرقی نداره با آخری، بهتون تماس میگیرم. آقا نبودم، داشتم کار میکردم، بعدم اومدم بلا فاصله پریدم توی حمام یه آب گرمم خوردم که گلوم یکم خوب بشه، اومدم اینجا خدمتتون. من این دکمه های یقه رو نفهمیدم یعنی چی. دو تا دکمه میذارن اینجا، بدتر یقت کج و موبج، و این چیه ماجراش؟ مثلا کی اینو درست کرد؟ دست بازش کنیم. دیدم بعضیا حتی یه چسبایی هست میزنی، چسب دو طرفه است، میزنی به یقت، بعد یقت رو اینجوری صاف میکنی، تو تلویزیون ازش استفاده کنه، میزنن به اینجا. یا اونایی که جوراب واریس میپوشن این چسب رو به جوراب واریس هم میزنن که وقتی جوراب رو میکشن بالا، یه چسبیه که رو پوستن به اصطلاح حساسیت و اینها نداره، خارش ایجاد نمیکنه. بله. و اما گفتم بهتون که این دوستمون آخوند یا آخوندک که متاسفانه نتونست بیاد، البته براتون یه خبر خوب دارم که آقای حسن ارشاد یک برنامه رو بعد از 2 هفته بالاخره که اینترنت ها ضعیف بود و اینها امروز فرستادن و منم ضبط کردم، این جمعه به شما نشون میدم. باز درباره این هست که بهایی ها، دوستان بهایی که میگن ما کاری به سیاست نداریم و ما نمیخوایم در دولت ها دخالت کنیم، 100% دروغ میگن. حتی آقای حسن فیروزی آمد اینجا نشست، ویدیوش هم موجوده، هر کی میخواد اسم ایشون رو بنویسه به ویه فاصله اسم من حسن فیروزی فاصله سوربی، اون ویدیو رو میتونه ببینه. همین پارسال بود آمد اینجا و گفت که آقا این آقای ارشاد درست میگه، ما میخوایم حکومت دنیا رو بگیریم.
برای ما اصلا حکومت کشورها مهم نیستن، ما میخوان حکومت دنیا رو بگیریم، چون باور داریم دین بهایی اگر حاکم دنیا بشه، دنیا میشه گلستون. اینو شما داشته باشید. امروز یه آقای یهودی رو گرفتن، میدونید که هم در نیویورک یهودی ها اینجا کلیه میخریدن، چشم میخریدن، میفرستادن اسرائیل و فلان، یه شبکه رو گرفتن، و هم گویا این آقا، حالا براتون پیدا میکنم خبرش رو، اینجا سردسته بزرگ قاچاق اعضای بدن دستگیر شد. این خبر نوشته بین المللی، و اینجا من به شما نشون بدم کامرای دو. دوستان این برنامه که من اینجا استفاده میکنم که 1100 دلار هست، اگر کسی خواست من نمایندش هستم و 5 تا از اینا رو به اصطلاح به ما دادن به عنوان چی بگم، بونس. بونس چی میشد؟ پاداش. و من اینا رو به قیمت خیلی کمی میتونم به شما دوستان واگذار کنم. اینیه که میبینید الان بدونی که اینجا کسی باشه بگم خسرو برو اون صفحه رو نشون بده، یا مثل آقای فروزنده اتاق فرمان لطفاً ویدیوی شماره 3، بعد یه ویدیو رو نشون میده، میگه نه عزیزم این ویدیوی من هست و خانمم، اون ویدیوی مال جنگ رو نشون بده. اینجا اینا رو همه رو میتونی آدیو ویدیو میکس کنی، ضبط کنی، حتی برای مسابقات میتونی اسکور بذاری، 100 تا صفحه باز میکنه. بگذاریم بیام سر این ماجرا. سردسته بزرگ قاچاق اعضای بدن دستگیر شد. اینجا میگه که در قبرس، بله، سردسته بزرگ قاچاق اعضای انسان پس از یک دهه فرار از دست قانون در قبرس دستگیر شد. موشه، این همون موسا هستا که این دوستان کلیمی بهش میگن موشه، یادتونه موشه دایان یا آقای منوشه امیره، ولی منوشه امیر موشه نیست. در صورت موشه هارل یا هارل که از سال 2008 تا کنون فراری بود، یک شهروند اسرائیلی است که احتمالاً به کوزوو استرداد خواهد شد. او در یک کلینیک درمانی در پریستینا در کوزوو کار میکرد. گفته میشود که هارل و تیم پزشکی کلیه اهدا کنندگان فقیر را کلیه اهدا کنندگان فقیر را کلیه نه تمامی کلیه اون اعضا بدن از ترکیه و شوروی سابق جمع می کردن و به کشورهای ثروتمند از جمله اسرائیل می فرستادن. این باند قاچاق اعضای انسان برای هر کلیه 15,000 یورو می پرداختن و هر کدام را به قیمت 100,000 یورو می فروختن. موشه هارل یا موشه هارل در آن سال به طور موقت بازداشت شد و پس از آزادی از کوزوو گریخت. در سال 2010 پلیس بین الملل دستور بازداشت او را صادر کرد. 5 نفر در حال حاضر در رابطه با پرونده قاچاق اعضای این باند مخوف محکوم شدند. یوسف سونمزیک یوسف سونمز یک پزشک اورولوژی اهل ترکیه نیز یکی از مظنونان است. او در سال 2011 مصاحبه های فراوانی با رسانه های ترکیه داشته و ادعا کرده است که 4,000 پیوند عضو با اهدا کنندگان زنده انجام داده که بالاتر از میانگین پیوند کلیه در غرب است. او هر گونه عمل غیر اخلاقی و نادرست را انکار کرده است. یوسف سونمز یا سونمز در ترکیه به عنوان دکتر فرانکنشتاین شناخته می شود. این آقا است دوستان، اینا همون کلیمی های هستن که به من و شما میگن چی؟ گوییم یه چیزی میگن اینجوری و خودشون رو چوزن میدونن، قوم منتخب، تافته جدا بافته، میگن بهشت فقط اندازه ما جا داره و به همین خاطر هم هست که بین خودشون فقط ازدواج میکنن. یه دوستی پیام گذاشته، من نمیدونم این پیام ها رو ما حالا مثلا وسط برنامه پخش کنیم، حالا نه اگه پخش کنیم بعد یه روش بدی میشه دیگه، افسار از دستمون در میره. و اجازه بدید که اگر کسی براش مهمه برنامه ها رو که میبینه، بعد از برنامه
پیام بذاره، ما هم وقت داشته باشیم پیام رو بشنویم، تو برنامه بعدی شاید اصلا بر اساس اون پیام شما یه برنامه رو ترتیب بدیم و درست کنیم. و اما آقای دانیل میگه جناب آقای سوربی با درود و خسته نباشید، یک تحلیل 3 دقیقه‌ای در رابطه با احتمالات پشت پرده اصابت کشتی نفتکش سایچی بهش میگم مثل که توسط برایتان به صورت پیام صوتی گذاشتم حدود 2 دقیقه پیش. من ممنونم از شما دوست عزیز. شما اگه میخوای بیا، من یادم اوائلی که مدرسه احمدی میرفتم که یکی از بدترین قسمت شیراز بود، فلکه خاتون، شیشگری، اون بر مرد شورخونه، اون بر نمیدونم دباغی فلان اینها، اون بر دیگه چی بود بعدش میرفتیم اون برده بمانه، یک باشگاهی باز شد به نام لاینز. لاینز میدونید که این باشگاه ها اینجا هم هست، باشگاه روتاری میگن، بعضی ها میگن اینا فرماسیونن. و یادش به خیلی آقای به نام عرفان اومده بود اونجا رو باز کرده بود و ما به اصطلاح دیدیم چقدر خوب شد، به جایی که ما الان از فلکه خاتون بیایم بریم خونمون دم دروازه شادی الله، از این قبرستون جدید به قبرستون قدیم، بعد از اونجا بلند شیم از گشنه و تشنه بلند شیم بریم، اون موقع هنوز هنرستان نمیرفتیم، بریم اون تربیت بدنی قدیمی دم پل علی ابن حمزه، دیدیم وسط راهی هم چیز باز شده. چیکار میکردیم؟ مدرسه که تعطیل میشد بعد از مدرسه میرفتیم لاینز، بعد از لاینز میرفتیم خونه. اصلا انگار دنیا رو ما داده بودن. ولی یه قانونی داشت، میگه آقا شما اگه میخوای بیای اینجا باید یه قطع عکس بیاری، مثلا 15,000 بدی تا شما ثبت نام کنی. من نمیدونم، ما میخوایم بدون عکس، بدون پول دادن 15,000، بدون حالا اگه میخوایم بریم کلاس کاراته باید یه پولی میدادیم، وقتا رزم آهنگ میمد اونجا درس میداد، همین پیرمدی هم میمد کشتی و اینها درس میداد. بعد اگر یه چیزی تو ما هست که خودمون رو بالاتر از دیگران میدونیم، از صف متنفریم. این یه نفر رفته بود ایران، گفت با فامیلم رفتم تو بانک، بعد از چند سال که رفته بودم دیدم آقا شماره گذاشتن، گفتم چه خوب شد، مبلم گذاشتن، شماره رو گرفتم رفتم نشستم اونجا، به این گفتم آقا عجب خوب شد. گفت آقا چی داری میگی، من اون موقع میمدم میرفتم رو سر همه، حالا باید نیم ساعت وایستم. عزیز من، شما از اون روز تا امروز نه برنامه منو گوش دادی، نه نصیحت منو گوش دادی، نه پیامای برنامه رو گفتم آقا اینجوری نمیشه گوش ندادی. حالا من تا امروز حرف زدم، آب پاشیدم، جارو کردم، چای درست کردم، شما اومدی میگی چای بده من میخوام برم. به سلامت شما. بعد این ماجرای پشت پرده، اتفاقا یه ایمیل دارم میخونم راجع به پشت پرده که این رو آقای آریانپور فرستاده بود و من برای ایشون نوشتم که من نمیدونم، همه از پشت پرده ها خبر دارن. جالب اینه این جلو پرده که این همه نمایشه ما بی خبریم، فقط دوست داریم بریم پشت پرده. آقا این کشتی نفتی، نه من اونجا بودم نه شما اونجا بودیم. ایرانیه میاد میگه آقا چرا پرچم پاناما روشه، بهش میگه شما برو یکم مطالعه کن. خیلی از کشورها برای که مالیات ندن، برای که ثبت نام کمتری، هزینه کمتری داشته باشه، میرن تو کشورهای مثل که پاناما و دیگه کجا هست. مثلا تو آمریکا شما میبینی اگه بیای اینجا بخوای کورپوریشن درست کنی، اون وکیلت اگه وکیل خوبی باشه به جای 150 دلار هم ازت 400 دلار میگیره، ولی میگه برو تو استیت بغلی، دوتا استیت اون ولی دلیور، میگه برو تو اون استیت کورپوریشن یا شرکت سهامی تو درست کن. اینا هم گرگن. شما چی میخوای به من بگی؟ میخوای بگی آخوندا گرگن؟ آقا چه خوب شد من تا امروز نمیدونستم، امروز فهمیدم. حالا که فهمیدیم به شکرانه اینکه شما پرده ها رو زدید کنار رو از پشت پرده، برای شما نیستا، نگاه کن اینجا، نگاه کن کامرای دو همینجوری گوچی گوشتو بده به من، حالا اینجا شما چشمتو بده به من. مثلا همین دوستمون آقای پرویز یه چیزی نوشته بود، نوشتم خب آقا حالا ما اینو فهمیدیم، حالا چه کار باید بکنیم یا چه کار میتونیم بکنیم. اینه ببخش. بله، پشت پرده های انقلاب اسلامی،
اعترافات حسین بروجردی. خب اولا باید فوری بگنی حسین بروجردی کیه؟ اعترافات حسین بروجردی به کوشش و ویرایش بهرام چوبینه. اگه اشتباه نکنم من با آقای چوبینه دو بار مصاحبه کردم، دیدم ایشون هیچ چیز جدیدی نداره برای من بگه، فقط یک کمی ادای پیشرفت بودن و فرهیخته بودن و یه پیپی به دهان. آقا من 3 تا پیپ اینجا دارم، یه زمانی احمق بودم پیپ میکشیدم، بعد دیدم آقا دارم با دست خودم خودمو میکشم، جمعش کردم انداختم اون وقت. از بوی توتون پیپم خیلی خوشم میاد، چون عادت دیگه، عادت میکنی. شما دیدی طرف میگه آقا من بوی روستا رو دوست دارم، ازش بپرس بوی چی رو دوست داری؟ این بدبخت عادت کرده به بوی پهن، که وقتی پهن رو میسوزوندن بوی پهن رو تحمل میکرد، که بعد از شاید یه کته، یه چلو چی بهش میگن شمالی ها، کته پلوی باشه، یه چیزی باشه، به خاطر اون برنج و به خاطر اون خورش بوی پهن هم عادت شده بود، حالا دیگه از بوی پهن خوشش میاد. در هر صورت برگردیم اینجا دوباره این رفتش. بله، این کتاب برای خوانندگان بنیاد فرهنگ ایران در فرانسه از سوی بهرام چوبینه در دسترس این تارنما گذاشته شده است. هر گونه چاپ و انتشار این متن باید با پروانه نویسنده کتاب بهرام چوبینه باشد. اعترافات حسین بروجردی، باز گفتم من اصلا نمیدونم حسین بروجردی کیه، ولی این کتابو اگه میخواین رو اینترنت هست، حالا نمیدونم هر کی میخواد باید از آقای بهرام چوبینه اجازه بگیره، و من دارم میرم تا صفحه 428-505 رفتم، ایشون هم حالا یادداشت تا صفحه 505 صفحه. آقا والا به خدا اگه هیچ ایرانی صفحه 5 هم برسه. خود من معمولا این به اصطلاح ایندکس یا اون فهرست یا معرفی یا مقدمه رو میخونم، مثل اینجا آقای حسین بروجردی را نمیشناختم، حتی نام او را هم نشنیده بودم، هرچند که در یک شهر و در نزدیکی هم زندگی میکردیم. در اواخر سال 1999 اولین دیدار بنا به توصیه آقای جعفر مهرگانی انجام گرفت. ایشان مطلبی از زندگی و فعالیت‌های سیاسی خود بیان داشت و من با اعجاب به حرف‌های وی گوش دادم. در همین دیدار ایشان سوال کردند که آیا تمایلی برای شنیدن و ضبط خاطرات و مکتوب کردن و نتیجتاً انتشار این خاطرات را دارم. هنوز نگفته این کیا، جون آدم را به لب میارن. من پیشنهاد ایشان را با کنجکاوی شنیدم، ولی جواب خود را به بعد موکول کردم و همچنین با این شرط که مقداری از یادمانده های ایشان را قبل از ضبط بشنوم. خب دیگه شما وقت داری ضبط میکنی میشنوی، بعدا اگه خواستی چاپ میکنی یا پخش میکنی. اولین دیدار برای من دلنشین نبود، لیکن شنیده هایم مرا مدت ها به خود مشغول کردید. من فکر کنم ایشون فقط میخواد وقت من شما رو تلف کنه. صفحه 505 بگه اینم مثلا یک ازگلی بوده دیگه و حالا من پشت پرده رو آوردم. یکی از جلو پرده اگه میشه صحبت کنه لطفا. مکس قلمی، برو یه آینه پیدا کن، قشنگ بغلش کن، از قول من یه ماچ گنده به خودت بکن. جانا سخن از زبان من میگویی. آقا ما پشت جلو پرده رو که میبینیم سرمون نمیشه، بلد نیستیم چه کار کنیم. حالا سرک میکشیم پشت پرده، اونم 40 سال پیش، اونم پشت پرده رو شما نرفتی آقای چوبینه، اون اومده برای شما میگه، یا سهمشو کم دادن یا میخواد از این کتاب یه جای سوء استفاده کنه. آقای چیز هم این کار کرد، یه دکتری هست اینجا، آقای مسعود نقره‌کار، با یه نفر نمیدونم شکنجه‌گر بود کی بود صحبت میکرد و بعدم هی میامد و کتاب نوشت و اینها. آقا اینا همه وقتی خودشون دکون باز کردن و میون همه اینها ما از همه احمق‌تریم، هنوز تو همون دکون بقالی موندیم، همه شده سوپرمارکت، اون یکی اصلا بغل سوپرمارکت یه ماشین فروشی هم باز کرده، بغل ماشین فروشی مبل فروشی هم باز کرده، ولی ما همینجوری موندیم بقالی. یه دوستی برای من دیروز یه ویدیوی فرستاده بود از آقای قرائتی، گاه سربی هر وقت شما میگید این تلویزیون مردم یه ماشینه، منم رانندش، این ماشین مجانی،
منم مجانی براتون کار میکنم، بی انصافا پول بنزین رو بدید سوارش بشید، تو تابستون این ماشین خنک و خوب، تو زمستون گرم و نرم، برسونم بهتون. حالا اگه آدم باشید یه قهوه هم وسط را برای من بخرید، آدم تر باشید ظهرم نهار بهمون بدید. گفت همش فکر میکردم این حرفو کی زده، تا اینکه یادم افتاد اینو قرائتی گفته. دوستان اگه میبینید آخونده 40 سال دارن حکومت میکنن، فوش به خودتون بدید، فوش به من بدید، فوش به شاه بدید که آقا چجوری اینا 57 سال دستشون بود، پول داشتن، سرمایه داشتن، سواد داشتن، آدم های همه دکتر و مهندس داشتن، دو دستی حکومت دادن به آخونده در رفتن. ولی آخوند این حکومت رو گرفته، همه ما هم واسطه میگیم آخوند که آه بومیده شپش داره، نمیدونم اینا سوار هم میشن تو حوزه ها. خب اوکی میشن، حالا سوار ما شدن دیگه. چرا آقای قرائتی توی این ویدیو نمیدونم گذاشتمش نذاشتمش دیگه یادم میره بعضی وقتا، میگه که رفتم خدمت امام، حالا نمیدونم اون امام یا این امام، ما اینقدر امام داریم تا 12 تاش پدر خودمون رو در آوردیم، آمدیم شدیم کاسه از آش داغ‌تر، افتادیم به جون عربای سنی که اونا بابا پیغمبر بابای اونا بوده. میگیم نه آقا تو بلد نیستی، ما میخوایم مسلمان باشیم. حالا امام 13امش هم آمد آقای خمینی، امام 14امش هم آقای خامنه‌ای. در صورت ایشون میگه من رفتم خدمت امام و به امام گفتم آقا شما تو ارتش نماینده آخوند فرستادی، توی دانشگاه نماینده فرستادی، ولی این بچه ها تو مدرسه و اینها اینا رو بی سرپرست ول کردی و این درست نیست. گفت یعنی چی؟ گفت یعنی بهش گفتم که آقا اینجا طلبه ها رو بفرست، از همین اول این طلبه ها برن مخ این بچه ها رو شستشو بدن. گفت به 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 عجب فکریه، این کار رو انجام بده. گفتم پول بده. گفت آقا شما پول برای چی میخوای؟ این در راه اسلامه. گو ببین حضرت عباس هم در راه اسلام رفت جنگید، ولی به اسبش باید جو میداد، برای اون جوه باید پول بدی. حالا ما میگم طرف دکتره، بهش میگم آقا بیا چیز کن اینها، بعد اگه دوست داشتید یه حمایتی هم بکنید. میگه اتیکالی، این اتیک یعنی اخلاق، اخلاقا درست نیست من به شما یا تلویزیون شما پول بدم. میگن این کتاب اخلاق شماست کجاست؟ میدونید بهایی‌ها هر هفته فکر کنم میرن مدرسه کلاس اخلاق دارن. این کتاب اخلاق شماست، شما کجاست که به شما میگه که شما بیا اینجا سربی بشینه بشوره آماده کنه، دو روز این کامپیوتر وور وور کنه فلان کنه اینها، ولی شما برو برنامه رو بذار بعدم برو دنبال کارت. بعد یه سری فوش میدن، یه سری خوششون میاد، باز دردسر و وقت برای سربی، ولی شما اخلاقا بده. ببخشید من اینو میگم، الان این روزا میدونید تو آمریکا میگه طرف وقتی میخواد خبر رو بگه قبلش میگه لطفا به بچه هاتون بگید از اتاق برن بیرون، چون آقای رئیس جمهور ما میگه این کشورهایی که گو توشه و یا این کشورهایی که مثل سوراخ گو هست و اینجوری حرف میزنه. خب این اخلاق، ببخشید این اخلاق بد و زشتم یه نفر باید گوه بذاره توش. سعید کاووسی امروز نوشته بود خدا پوپ کرده همه انسانها رو، ولی به این ترامپ که رسیده دیگه واقعا ریده. و اما من میخواستم اینو وقت 15 دقیقه رو بذارم برای این دوست آخوند یا آخوندکمون که نشه. بله همش حکایت فیلمه، یکی عجب. بله خیلی ممنون. الهانم کوچه لاینز معروفه، به به کوچه لاینز روبروش اون وقتا دشتی بود، بعد میمدی پایین‌تر دانشسرا بود، این دانشسرا کشاورزی میکردن، ما میرفتیم ازشون چغندر میدوزیدیم، خوشمزه بود دیگه. بعضی وقتا هم که دیگه خیلی چی بود میمدیم این چغندر آتیش میکردیم، چغندرها پخته میشد، چه وضعی با دود و کثافت و اینا میخوردیم. دانشسرای کشاورزی. واسه خوشحالم که شما اینجا هست. بله مثلا این آقای دانیال قشنگ به من میگه که آقا شماره تلفن دستیتو بده که من هر وقت خواستم پیام، ولی نمیگه آقای سوربی من یه سوراخی پیدا کردم به نام این تلویزیون مردم و دوست دارم بیام این سوراخ رو تبدیل کنم به یک محیط زیبا قشنگ، من اولین درخت رو میخوام بیارم این کنار، حالا فعلا توی از این
قوطی های روغنی چارگوش یادتونه، بنزین سوپر هم وقتا تو اینا میفروختن. حالا بعض دوستا میگن آقا این چند سالشه که اون قوطی های چند گالونی بود، بکنم 5 گالونی بود، بنزین رو تو اونا میفروختن. اگه شما میرفتی آباده یا میرفتی قادر آباد، اینا پمپ بنزینش یه نوع بنزین داشت، ولی اگه میگفتی بنزین سوپر، میگفت وایسا میرفت یه حلبی های براقی رو میابرد، اینجوری مارک شرکت نفتم روش بود. میدونید درخت وقتی میخواستید بخرید اونجا اینو کاشته بودن توی این، به شما میفروختن، بعد شما میرفتی درش میابردی، جاشو میکندی میذاشتی تو باغ یا اینجوری بعدش مراقبت میکردی. اینجا همه میخوان بیان زیر درخت زیر سایه بشینن، همه میخوان اون درخت خوبه هم که کنار آبه بشینن، ولی هیچ که نمیخواد آقا یه درخت کوچولوی اونورتر بکاره که یه نفر دیگه بیاد زیر اون. من نمیدونم، ولی فکر کنم این آخونده همونجوری که میگه اسب حضرت عباس جو میخواد، فکر کنم اینم یاد گرفتن با همه مفتخوری. آقا دیگران کاشتند و ما خوردیم، ما بکاریم و دیگران بخورن. البته ما میگیم دیگران کاشتند و ما خوردیم، ما میخوریم دیگران بکارن، دوتاش یکیه. در هر صورت میخواستم وقتی که با این آخوند آقای هادی گلی صحبت کردیم بیام به شما بگم که یه دوست من هفته پیش رفته آزمایشه تو ایران، میگفتیم چک آب اینجا میگن فیزیکال اگزم، برای به اصطلاح معاینه سالیانه. و این وقتی رفته، گوش کنید با دقت گوش کنید، اگه خواستید قلم کاغذم بردارید، دکتر بهش گفته چه قرصایی میخوری؟ گفته قرص کلسترول میخورم. گفته دیگه چه قرصی میخوری؟ گفته قرص میخورم که موها هم نریزه، قرص مو. گفته که چیز قلب تو اینا هم مشکلی داشته؟ گفته بله، 2-3 بار قبلا چیز داشتم. اینجا نمیگن بهش هارد اتک، میگن ایریگولاریتی، یعنی ضربان قلبم منظم نبوده. بعد پس قلبشم نامنظم، اوکی؟ قلبشم نامنظم. میگه خب بیا اینجا برو رو این ترازو وایسا، وزنش میکنه 239، قدش هم متر میکنن، میبینن این آقا 186 سانتی متر. گوش کنید، 239 پونده، قدش هم 186، قلبش نامنظم کار میکنه، قرص مو میخوره، پرفش یا نمیدونم یه چیزی اینجوری میگن، و قرص کلسترول میخوره. اوکی؟ حالا دوست من گفت که من دکتر هفته پیش که رفتم به هم گفته امروز بیا نتیجهشو بهت میدم. رفته اونجا دکتر بهش گفته آقا سلامتی تو خیلی عالیه، اکسلنت، ما اینجا اکسلنت داریم، پرفکت داریم، گود داریم، فاین داریم. اگه کسی اینا رو برای من بنویسه، اینا تو ایران میگفتن صفتهای تفضیلی و برتر، یه چیزی آها، که مثلا میگیم بالا، بالاتر، بالاترین، بد، بدتر، بدترین، اینجوریه دیگه. این کلمه اکسلنت و پرفکت و فاین و اینا رو من میخوام ببینم ترتیبش چیه. حالا شما ببینید، شما نشستید، این آقا میاد میگه اولا اگر من 1 پوند وزنم بیشتر بود، یعنی 240 پوند بودم، میرفتم توی جدول اونایی که وزنشون زیاده و توی خطر هستن، اینجا بهشون میگن اوبیز، توی خطر هستن، توی خطر سکته های قلبی هستن، که شمایی که اونجا نشستی وقتی این دکتر بهش گفته آقا حال شما خیلی خوبه و 71 سالش هم هست این دوست ما، کم کم دیگه اسمش هم میدونید، نه اسم ایشون دونالد یا دونالد ترامپ. میخوام براتون بگم که وقتی یه سیستم بد میشه، فقط سیستم شاه نیست که بد میشه، میره پزشک حیوانات رو ور میداره به عنوان پزشک خودش آقای عیادی، بعد همه دوربریا دروغگو میشن. این ترامپ اومده اینجا پزشک وایت هاوس رو هم دروغگو کرده. اولا 1 ساعت خورده این پزشک که خیلی
انیوژوال بود، یعنی غیر عادی بود. بعد گفت ما از ایشون حتی آزمایش هوش و حواس هم کردیم. آزمایش هوش و حواس این نیست که یه صفحه کاغذی عکس شیر و پلنگ، میگن این چیه؟ میگی شیر. میگن این چیه؟ تازه شیر و پلنگ هم نه، این یکی چیه؟ شتر. این شیره، این شتره، این چیه؟ ایه، این بیه. میگن اون آزمایشه باید نیم ساعت آزمایش کنن که ببینن این طرف فراموشی بهش دست نده، آلزایمر نداشته باشه، مشکلات مغزی نداشته باشه. ولی حالا چون میخوان اینو قالب کنن، نمیدونم اون دسیسه 300 نفر اون پشت هستن، دیپ استیت، فراماسون، کم کم من همه اینا رو دارم باور میکنم. دکتره میاد تو دوربین نگاه میکنه، یه مش خبرنگارم وایسادن، میگن که خب این اینجوریه، حالا بهش نسخم دادی، بهش گفتی وزن کم کن، ورزش هم نمیکنه، بهش گفتی ورزش کن. میگه ولی ما به اصطلاح عقیدمون اینه که ایشون 10 تا 15 پوند امسال کم کنه تا بهتر باشه. بعد ببینید چی میگه. میگه اگر این 20 سال گذشته خوراکای آشغال مکدونالد و کنتاکی فراید چیکن و اون گوگندار رو نمیخورد، با این ژن خوبی که داره ممکن بود 200 سال زندگی کنه. فقط نگید تو ایران آقازاده ها ژن خوب دارن ها. اون بچه کدومشون بود دزدی کرده بود و گفته بود ماها ژن خوب داریم، فوری پول میسازیم. اینم گفته بود اگه این 20 سال پیش، شما تا حالا کدوم دکتری دیدید که به شما بگه که اگر 30 سال پیش این کار کرده بودید اینقدر عمر میکردید؟ بر اساس این چیزی که امروز هستی بهت میگه آقا مواظب خوردنت باش، مواظب ورزشت باش، مواظب وزنت باش. و این مردی که دکتر، آقای جکسون هم اسمش هست، رندی جکسون، رانی جکسون، یه همچیز آمده بود با شور و هیجان میگفت و این خبرنگاران میگفتن. ولی ببینید وسط این خبرنگارا یه آقای هست به نام دکتر سانجی گوپتا، گجایی هندیه، وایستده بود اون کنار، تکیه داده بود به دیوار، بهش گفت که شما مریضی که قلبش میگید مشکل داشته، نامرتب بوده چند بار، امروز اضافه وزن داره تو حد بالایی که میرسه یه پوند دیگه بهش بدین تو خطرناک، نمیدونم قرص کلسترول میخورید، به این میگید اکسلنت. بعد دکتره مثل آقای رضا پهلوی زود دهنش خوش شد، گفت که ما بر اساس این چیزای قلب میگیم، ای جی کی، ای کی جی، چی بهش میگم، من اینا اصلا یاد نمیگیرم، AKG یه چیزی دستگاه ماشینی که وصل میکنن اینجا و اینجا و اینجا تو، بعد هم تق 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 تو 5 ثانیه میگن خوبه، بعد میری بیرون سکته میکنه. چرا دارن اینو آماده میکنن که به مردم بگن این از لحاظ سلامتی خوبه، از لحاظ مغزی خوبه و 4 سال دیگه هم میتونه بیاد پدر صاحب بچه رو در بیاره. حالا شما اینو داشته باشی، ایرانیان نشستن که این مردکی که تا اینجا خودش رفته تو لجن، حتی دیروز یادتونه گفت ما شفا چشی بهش میگن، حکومت اوباما گفته بود ما شفا سازی، نه یه چیز دیگه بهش میگن اینجا به فارسی هم میگن anyway. یعنی ما خیلی رو راست همه چی میان میگیم و اینا، مثل همه تلویزیون های ایرانی دیده ایم، میگن ما مثل تلویزیون های دیگه نیستیم، ما میان به شما میگیم چند خرجمونه، چند دریافت میکنیم، بعد میبینی اصلا روز دوم دیگه هیچ خبری نیست. این آقای ترامپ استیو بنن رو که بردن توی مجلس، گگ اوردر، گگ اوردر یعنی یه دستور میدن به تو که حرف نزن. حالا اینم چون در افتاده با چیز، وقتی رفته اونجا گفته ببینید من نامه دارم که گگ اورده، من نباید حرف بزنم، ولی اگه شما میخواین سپینا، سپینا یعنی دادگاه احضاریه صادر میکنه که تو باید بیای در دادگاه، وقت اون قسمتی که دادگاه میشه دیگه این اون یکی کار نمیکنه. یعنی کسی که میگفت اوباما شفافیت نداره، حکومتش ترانسپرنسی نداره، شفافیت نداره، و راست هم میگن، همه این بدبختی ها به خاطر کلینتون و اوباما و جورج بوش و اینا همه چیز شد. اینجا یه چیزی هست میگن آخرین نی روی پشت، روی کول شتر، یعنی شتری که اینقدر بار میبره بعضی وقتا هست که دیگه داره تحمل میکنه، ولی شما یه نی خیلی سبکه، یه چوب تو خالیه میذاری روش، میگه دیگه کمرشو میشکنه.
اینا دیگه مردم آمریکا کمرشون رو شکست، از دست شپش آمدن پیرن خودشون رو پاره کردن. یک کسی رو آوردن که تو کمتر از یک سال، هنوز 20 نشده، امروز 17، 3 روز دیگه مونده به 20، بیش از 2000 تا دروغ گفته، هر کاری رو گفته انجام نداده، فقط اومده یه تکس ریفورم نوشته و یک انگولکی کرد به اون برنامه بهداشت عمومی یا بیمه درمان، بیمه اجتماعی عمومی، 3 میلیون آمریکایی رو از بیمه محروم کرد. اون وقت دوستان ما میگن آقای سوربی چرا اینقدر هارش هستی؟ خانم، آقا من هارش نیستم. شماها واقعا چشم دارید، وجدان دارید؟ اگه دارید بیاین اینجا نگاه کنید این عکس رو، بعد به من بگید کدوم یک از شما. ببینید دوستان، این عکس اینجاست. ببینم من براتون میتونم نوشته خودم هم بیارم که ببینید. ببینید کدوم یک از شما آقایون، کدوم یک از شما خانوما، اگر باد و طوفانه شوهرتون چتر رو اینجوری میگیره رو سر خودش و زرت میره جلو و زنش رو و پسرش رو اینجوری تو این باد و بارون رها میکنه؟ من نوشتم شارلاتانی که حاضر نیست همسر و پسرش را زیر چتر خود قرار دهد، چگونه میتواند مردم ایران را از دست آخوندها نجات دهد؟ آیا ملت ما ساده لوح و خوشباور هست یا احمق و نادان؟ خب یه دوستی آمده این عکس رو گذاشته. این عکس فکر کنم این خانم تهرانی باشه. این خانمیه که اگه اشتباه نکنم، چون این لباشون ماشاءالله دیگه همشون یه جراح دارن، همه شکل همن وقتی میرن جراحی، این سوزنایی که میزنن، میدونید این سوزنا زهر ماره، سنیک ونم، وقتی میزنن اینجوری ماشاءالله. این دهن، موها هم که معمولا 70 سالشونه، برای رنگ، رنگ مشکی دوم کلا، چی میگن، رنگ کلا میخرن میزنن اینجا. بله، میگه که آقای سوربی درباره ترامپ اینقدر خودتون را اذیت نکنید، همون گونه که پیش از این براتون نوشته بودم، آمریکایی‌ها ترامپ رو روی کار آوردن تا آمریکا بنجل‌هایش را به فروش برساند و جنگ جهانی سوم آغاز شود. ایشون کاملا درست میگه. بله، میگه که عکس از چهره خودم برای شما از طریق ایمیل و فیسبوک فرستاده شد و راجع به حداقل کمک مالی هم در اثر وقت با شما صحبت خواهم کرد. عزیز من آقای دانیل، من نمیخوام اینجا شما رو گرو بکشم مثل پمپ بنزینا که شب تو تاریکی شما میای سرما میگه اول بیا پول بده بعدم برو. اولا عکس شما، اگه عکس هر کسی رو، عکس شازده رضا رو برداری برای من بفرستی بگی این منم، من از کجا میفهمم که این شما هستی یا نیستی؟ این یک. بعدم ما سالها بدون عکس مصاحبه کردیم با ملت، با شماره تلفنشون اینا قبول داشتیم. اگه یه وقتم مشکلی پیش اومده که تا امروز پیش نیومده، میگفتیم آقا این آقایی که ادعا میکنه دانیال توسیه اینها، بنده خدا شماره تلفنشو حتی روی چیز عمومی نوشته بود که من پاکش کردم، گفتم شاید اشتباه نوشته، چون شماره تلفن معمولیش نوشته بود، شماره تلفن دستیش هم نوشته بود. اونا مشکل نیست. این راجب من خودم هم یا نیستم، ما شهرستانی‌ها یه جوکی داریم. میدونید وقتی یه نفر میرفت تهران، خدا رحمت کنه، این پسر دایی پدر ما آقای محمد باقر سوربی واقعا چه مرد نازنینی بود، و داداشش محمد هاشم سوربی که مثلا با وجودی که این دوتا روبرو هم بودن، ولی ما خونه اون یکی نمیرفتیم. البته خب میشه گفت ایشون، اون هاشم دختر زیاد داشت، خب ما هم خجالت میکشیدیم، شیرازی کمرو اونم مثل من. ولی آقای محمد باقر چون 3 پسر داشت و 1 دختر داشت، ما بیشتر میرفتیم تابستونا مزاحم ایشون میشدیم. و این ماجرا و فامیلایی که از شهرستان ها میرفتن تهران و متاسفانه تهران نتونسته بودن عدم تمرکز درست کنن، هر کاری داشتی شما با میرفت تهران. داداش من از آمریکا اومده ایران، اومده شیراز، حالا میخواد ارزشیابی کنه مدارکشو، با بلنشیم بریم وزارت علوم تهران، ای کوفت بگیرید، خب یه میزی بذارید تو شیراز، یه نفر اینجا نگاه کنه یا ماکسیموم عکس بگیره. اون موقع فکس هم هنوز نبود، چیکار میکردن راستی وقتی فکس نبود؟
بفرسته نامه، اینجوری بهتر از اینه که این سه روز بلندش بره با اون همه مخارج، با این همه تصادفات و فلان اینها، بعدم مزاحم فامیل بشه. میگفتن یه نفر خواسته از خوزستان بره تهران کاراش انجام بده، مادرش میگه خب چرا نمیری؟ میگه خب نه پول ندارم. میگه نه پول نمیخواد، ما که فامیل داریم اونجا تهران، برو اونجا. میگه خب برم بگم چی؟ میگه خب هیچ، برو در بزن بگو منم. میگه آها دیدی وقتی در زدم گفتم منم، اونا در باز میکنن، اون وقت میبینن منو. حالا این ماجرای من از شما عکس خواستم، ولی میگم خب برنامه تلویزیونیه، وقتی برنامه تلویزیونیه همینجور که من عکس این خانم دلغک نشون میدم که فکر میکنم این خانم سیمین تهرانیه، نه اون سیمین تهرانی که تلویزیون رویال تی وی رو داره. این خانم آقای مسعود امینی معتاد که شعرهای خواهرش رو میدزدیده میمده به اسم خودش چی میکرده، با این خانم شریک شد، یه تلویزیونی را انداخت. و من یادمه سالها پیش وقتی من تلویزیون مردم را انداختم، آقای حسیبی به من زنگ زد، آقای سربی اینا از من دعوت کردن. آقای حسیبی هم اینجور بود، هرچه آش بود چون این پول میداد دعوتش میکردن که این بر فراش باشه، حقیقتا این میرفت اونا فراش بود. گفت من اومدم اینجا، اینا جشنی گذاشتن، گرند اوپنینگ این تلویزیون. بعد آقای امینی به من میگه آقا این تلویزیون مردم اسم ما رو برداشته. بهش گفتم کی؟ گفته سربی. گفتم بابا شما چی داشتین؟ گفته آره ما یه برنامه داشتیم به نام صدای مردم. گفته خب صدای مردم توی رادیو با تلویزیون مردم چه کار داره؟ من وقتی آقای حسیبی زنگ زد یادمه تو کانون بودم، بعد از کانون شب میرفتیم رستوران. گفتم آقای حسیبی این مردک الدنگ حتی قانون آمریکا رو نمیدونه. اینجا وقتی میگیم ایالات متحده آمریکا، حقیقتا 50 تا کشوره. آقا من توی یک کشور دیگه هستم، من توی ویرجینیا رفتم ثبت کردم، توی فیرفاکس ثبت کردم، توی ویرجینیا ثبت کردم، با فدرالم که دولت به اصطلاح مرکزی ثبت کردم. شما به من نشون بده قبل از من ثبت کرده باشی که تازه هر کدوممون حق داریم. شما فردا برو تو اوکلاهاما بزن مردم تیوی، من دارم مردم تیوی دات کام، شما بزن مردم تیوی دات یو اس، اونم مال خودم. اینا یه مش نادانن. این خانم سیمین تهرانی بدبخت مثل که آرایشگره، پولای آرایشگری و هر چیزی این ور اونور در آورده بود، داد بود به این مسعود امینی، تلویزیون باز کردن. حالا که آقای حسیبی هم پول ما رو خورد، هم دیگه مثل که تو تلویزیون ها پیداش نیست، اگه یه وقتی دوباره خواست بیاد اول اون پوله رو باید پرداخت کنه، بعد بیاد حرف بزنه که چقدر به اینا کمک کرده. چون این حسیبی هم همه یه سری گوشت بریدن، انتقام همه اونا رو از ما گرفت، اومد اینجا سرویس ها رو استفاده کرد، با آقای منیصد هر هفته برنامه میذاشت، به منیصد میگفت شما نمیدونی من چه پولای خرج میکنم، خدا شاید این هفته 50 دلار میداد. ما میگفتیم آقا بذار یه نظر دیگه اینجا باش، یه آقای دیگه هم اینجا باش، بابت این 50 دلار هم 50 ساعت دروغه، ولی هفته ای حداقل 5 ساعت رو مزاحم من میشد. آخر کارم یه چکی فرستاد 200 دلار، بعد از اینکه برنامه رو اجرا کرد اینا رفت استاپ زد. یعنی حد پس فطرتی. بعدم برای من میگی شما تو تلویزیونت نمیتونی در مورد من صحبت کنی، من بچه‌هام وکیلم. گفتم ببین من تو آمریکا درست وکیل نیستم، ولی خیلی ها به من گفتن آقای سربی شما باید میرفتی وکالت میخوندی، حالا به اون پسرت که میدونم به اونام پول نمیدی، که میدونم اونا رو هم اذیت میکنی، بگو با من تماس بگیر. بعد پسرش گفت آقا تو رو خدا ولش کن، این دیوونه هر روز به ما پرونده میده فلان، ما میگیم بابا جون ما نمیرسیم. در هر صورت این هم ماجرای حسیبی یا این خانم سیمین تهرانیه تا اونجایی که من میشناسم. چیزی که هست این کسایی که توی کالیفرنیا هستن و همینجور اونایی هم که تو هالیوود هستن همینجوره. شما مثلا این خانم پری سفاری که معروف به پری سناری، شما اگر نگاش کنی اینم مثل مریم رجوی در طی سالها اینا از بعد جراحی کردن، یه جوکی بود میگفتن طرف جراحی کرده بعد سوراخ فلانش اومده پشت گردنش، اینام این سوراخ ها معلوم نیست سوراخ کجاشونه. یه فیلمی بود اینجا به نام 2.5 من،
چارلی شین بازی میکرد و اینها، و اینا مادرشون از اون مادرها بود و رفته بود جراحی کرده بود، گوشت لنبش رو برداشته بودن چسبونده بودن اینجاش، بعد اومد یه دونات هم از این دونات ها که میزنن زیر قنبلشون گذاشت و اینها. بعد دوتا پسر شروع کردن خندیدن، گفت چرا میخندی؟ لباش اینجور شد، گفت چرا میخندی؟ گفت ما حالا سوالمون اینه که اگه تو یه بادی در کنی این آروغه یا گوزه، چون از اونجا برشتن اینجا. حالا این خانمه ببینید اینا چقدر نادانن، نوشته فری ایران، خاک بر سر این مردکه‌ای که 6 بار تا حالا اینجا اعلام ورشکستگی کرده، این مردکه‌ای که تو بارون که میاد زنش و پسرش رو ول میکنه، آخرین بچه میدونی تحت غاری معمولا عزیزه، این بچه رو هم با قرص و مرس و اینها درست کردن، بدبخت بچه هم یک کمی عقب افتاده است، خیلی چیز نمیکنه. بله این آقای دانیل، شما چقدر قیافت آشناست، من قبلا شما رو ندیدم. دوستان این آقای توسی، دانیل توسی هستم. آقا شما بگو من دانیال نبی هستم و آمدم میخوام انقلاب کنم. نه میخواستم بگم شما مثل سلمان رشدی هستی، شما خیلی خوشتیپتر از اون هستی. در صورت دوستان این دوستیه که پیام گذاشته، ما امروز هم پیام ایشون رو پخش میکنیم، ولی از ایشون خواهش میکنیم که از روزهای دیگه با قرار قبلی بذارید من یه عکسی بهتون نشون بدم که روی اسکایپ گذاشته بودم، چون اسکایپ رو تا روشن میکردم من نزدیک 500 نفر روی اسکایپ، این زنگ میزد اون زنگ میزد، زنگ میزنه گوشی رو برمی‌داره میگه آی صاحب سلام میخواستم صداتون رو بشنوم، میگم آخه کوفتی صدای من 1000 ساعت برنامه روی یوتیوب، تو میخواست صدای منو بشنوی؟ یکی دیگهش میگه حالتون خوبه؟ میگه بله خوبه. آقا حالا چه خبر؟ کجا چه خبر؟ از ایران چه خبر؟ میگم شما کجا هستی؟ میگم من ایرانم. میگم مرد ناحسابی، من باید از شما بپرسم از ایران چه خبر؟ تو از ایران زنگ میزنی من میخوام ببینم ایران چه خبر؟ کارمون خیلی خرابه. ساعت 2:57 دقیقه است، این 3 دقیقه رو ما تقدیم میکنیم به این آقای توسی، ببینیم ایشون چی گفته. آقا این پشت پرده کشتی تجاری خیلی با دولت قاطیش نکنید، دولت خراب دولت بد، ولی همینجا هم کشتی ها بخیر. دانیل توسی از نمارد کنم که من ظرف حالا سعی میکنم 3 دقیقه مطلبی داشتم راجبه این نفتکش مربوط به جمهوری اسلامی که غرق شد. ببینید در واقع یه نظریه به این صورت قوی مطرح شد که این احتمالا میتونه جمهوری اسلامی مثل در مشابه سازی و ساختمون پلاسکو مثلا این حادثه را عمدن به وجود آورده باشه که افکار عمومی از اعتراضات مردم ایران منحرف بکنه. خب عزیز من بگو توسط کی این نظریه؟ در واقع جزئیات این داستان با هم دیگه نمیخونه، ولی یه جوری دیگه میشه اینطوری به قضیه نگاه کرد، اینه که جمهوری اسلامی در ضمن این اعتراضات مردم ایران که هر لحظه انتظار داره، با توجه به مثلث شر زمان آقای جورج بوش یعنی جمهوری اسلامی، بشار اسد و کره شمالی، وقتی که با این به اصطلاح دوباره تحریما داره روبرو میشه و شرارت‌های موشکی و همه جانبه‌ای که تو منطقه میکنه، خب یکی از راه‌هایی که براش باقی میمونه اینه که ببینه آیا تضاد فرد آسیای شرق، منظورم چین یا روسیه، با اروپا و آمریکا میتونه استفاده بکنه یا نه. مهمترینش هم اینه که به این رهبر خلوچل و کودن و خپل کره شمالی اینا میتونن با هم یه داده ستدایی حالا نفت از این ور موشک از اون ور یا پول به اون برسونن یا نیازهای هم دیگر رو برطرف بکنن. خب اینه که میاد و در جایی که برجام هم قرار بود تعیین تکلیف بشه میاد یه ریسکی میکنه و در جایی که کره شمالی تحریم شده اینا یه نفتکش با حالا 60,000 تن میانات گازی یا هرچی میفرستن اون بر و تلاش رو ریس میکنن ببینن آیا به هر دو نزدیکای کره شمالی که میرسن دور بر چین، از خاک چین حتی رادارا رو خاموش میکنن، به ارتباطات بین المللی کشتیرانی جواب نمیدن، آیا اینا میتونن به مقصد برسونن یا اصولا آیا چین در رقابت با آمریکا حاضره در مقابل این قاچاق نفت از جمهوری اسلامی به کره شمالی چشم هم بذاره یا نه. در واقع خامنه‌ای شاید میخواست ببینه آیا واقعا میشه روی چین حساب کرد، چشمشون رو ببنده در اون منطقه به روی
دور زدن انواع اقسام چیزایی که جمهوری اسلامی میخواد، رسوندن مسائل به کره شمالی، که خوب مشخص شد که به حدود چین که میرسه، حالا یا چینی ها یا آمریکایی ها بعد از اینکه اخطار دادن و دیدن موثر واقع نشد، میگن خب مورد هدف قرار گرفته. اینه که اینجوری هم میتونیم به قضیه نگاه بکنید، ولی اگه بخوایم بیام رفتش بدیم که آقا اینا آمدانه فرستاده که مورد هدف قرار بگیره، خب خامنه ای از کجا میدونسته که به فرض حالا اینا این کشتی ها میفرستن اونا میان تا نهایت تا زدن. سه دقیقه. ممنونم دوستان، کاملا گیج شدید. ایشون رو یه نظریه وجود داره، بعد نظریه بعدی، بعد نظریه ها تبدیل به سوال شد. اول میگن فرستادن که بزنن، معمولا مثل کارخونه پلاسکو، بعد میگن چرا بزنن، بعد میگن چین چشمشو ببنده. آقا خود چین در حال فروش نفت به کره شمالی، هفته پیش ستلایت ها عکسشو گرفتن و نشون دادن و گزارش دادن. دوستان به نظر میرسه که اینستاگرام فقط یک ساعت برنامه میفرسته، چون اینا میدونه اینا مال بچه ها یک دقیقه هم وقت ندارن، حالا دیگه چه خاصه یه ساعت. ما اینم به صورت چیز فرستادیم، چی میگن، تمرینی فرستادیم. بریم در بحث ها خیلی زیاده و دوستان این نظریه های اینجوری رو مثلا شما باید بگید فلان مؤسسه پس از تحقیقات به استناد این مدارک به این نتیجه رسید، و الا چشمشو ببنده چین که نفت بدن به کره شمالی. کره شمالی فرزند خلف چینه عزیز من. شما بگی ژاپن، بگی کره جنوبی یه چیزی، بعد شما میگی این خپله. این خپله هفته پیش گفتن آقا این خیلی اسمارته، این کسیه که آمریکا رو کم کم به زانو درآورده. شما همین آقای سالم ما ببین، آقای ببخشید دوستان عزیز، دو دقیقه هم از این دوستمون عذرخواهی میکنم، بریم این پیام ایشون رو بشنویم و امروز هم یه مقداری طولانی تره ولی خیلی جالبه. یه مقداری من و شما باید به بیشعوری خودمون حقیقتا فکر کنیم، و این دوستمون چند هفته پیش به من گفته بود که از این هفته یه مقداری فیتیلش رو میبرم بالا. این خوراک پزیا بود اون وقتا، والور بود، چی بود، فیتیله داشت، اینجوری فیتیله رو میبردی بالا، گرما و نفت بیشتر میسوخت و گرم میشد. امیدوارم تحمل شنیدن به اصطلاح حرفای حقیقت رو داشته باشید و بعد از تحمل تأمل کنید، ببینید چی میگه، بعد از تأمل برید تحقیق کنید، بعد از تحقیق بیاید نظر بدید، بگید آقا این بی خود وقت ما رو تلف کرد، یا مثل من بگید آقا درست میگه، اختیار عقل بشر دست خودش نیست. اگه این آقای ترامپ اختیار عقلش دست خودش بود، تو 71 سالگی وقتی بچهش 11 ساله چه، برو مرد حسابی، اینقدر پول داری که پولش هم دروغ میگه، برو خوش باش. چی چیه این بدبخت و هی میکشونی از هواپیما به هلیکوپتر، از هلیکوپتر به هواپیما، 95 روز تا حالا رفته گلف بازی کرده. خب خاک بر سر، تو که این همه گلف بازی داری، زمین داری، چرا حالا بیاد قایمکی مجبور بشی؟ خجالت آوره. از این دوستمون عذر میخوام به دلیل اینکه 3-4 دقیقه دیرتر دارم پخش میکنم، ولی بشنویم با هم. سلام بر شما، با این امیدواری که گفتارهای عقل بشر اندیشیدن را در هر یک از شما تحریک کرده باشد و با شنیدن هفتگی این برنامه بیشتر به مغز و انباشته‌های بیشعوری خود آشنا شوید. در گفتارهای متعدد از بره‌صفتی انسان سخن گفتم. این بره کردن یک شلاق و یا وسیله ضروری حکمرانی است که توسط همه چوپانهای گله‌های انسانی اجرا و عملی می شود. برای زدودن شک نسبت به وسیله بره نمودن به هدف حکمرانی بر این کره از شما دعوت می کنم. تصور کنید که خود چوپان هستید، در گله تعدادی بره دارید که همراه گله نبوده و مشکل سازند، شما چه می کنید؟ 1. این بره ها را با افسار در طویله بسته و برای چریدن به دشت نمی برید، یعنی آنان را زندانی می کنید. 2. شاید خشنتر باشید و در اولین فرصت سرشان بریده و نگرانی خود را به طور کلی مرتفع سازید، یعنی با سوء استفاده از قدرت سر از تنشان ببرید. 3. برای اینکه دیگر بره‌ها را به طرف خود نبرند یا از نقطه نظر چوپانگری سرکش و گمراه نکنند، به فکر افتاده و نقشه ها بکشید و طرح‌های رام کردن بره‌های مشکل ساز را
برنامه ریزی و اجرا کنید. جمع کردن برنامه‌های مطیع در کنار خود و تشویقشان به مراقبت و کنترل دیگر هم ردیفان یکی از وسیله هاست. با این تنظیم دستگاه امنیت ساخته و گله برنامه‌ها در طویله های پهناور را زیر کنترل خود قرار می دهید. هر گونه بعبع کردنشان منع، نفسهایشان را شمرده، آسایش خیش را در خاموش کردنشان میابید. تشنگان قدرت را بشناسید. آنان هنگام به دست نداشتن نداشتنش گفتار مخالفین را مزخرف دانسته و عرعر میخوانند. این وسیله ها در طول تاریخ انسان اجرا و تکرار شدند. لطفا این رفتارها را بیاد داشته باشید. در آینده از تنظیم قانون و اصول برای کنترل دیگر اندیشان و بعبع‌کنان با آواز مخالف سخن خواهم گفت. آنان دانشمندانی هستند که مردم خاور زمین افتخار ملی می دانند. حکمرانان در تمام دنیا وسایلی تهیه و اجرا کردند که مردم را بن اندیشیدن و دور از بیماری چه نگه داشته و با بله قربان گفتنشان بر آنان سواری می کنند. یعنی برها همیشه رام و حرفشنو می باشند. در این کوتاه گفتارها نتوان از تمام جریانهای تاریخ سخن گفت. درباره یک بازی با عقل که بر ما صورت گرفته و کمتر درباره اش حرف زده می شود آز گفتاری تقدیمتان می کنم. چرا باید دین یا عقیده در همه اجتماعهای بشری وجود داشته باشد؟ در میان قبیله های دوردست و ابتدایی ضرورت وجود عقیده بسیار روشنتر است. رئیس قبیله بدون موبد و یا جادوگر نمیتواند بر مردم مسلط باشد. یعنی باید اصولی اجتماعی و فرهنگی بسازد که به بیشعوری ها رفته، عادت و اصول غیر قابل بحث گشته تا مردم رام و سپس سواری دهند. وقتی وضع تشخیص و طبقه بندی اجتماعی در این محیط ها را میبررسیم در میابیم که همه به سود رئیس قبیله تمام می شود. مثلا در میان یک قبیله آفریقایی هر عروس شب اول را باید با رئیس قبیله به رخت خواب برود. اگر رئیس قبیله با او فعل جنسی نکرد این یک بدنامی و پستی برای عروس خانم شمرده و همه عمر موجب افتضاح و سرفکندگیش می شود. یا در قبیله دیگر پس از مرگ شوهر زن باید توسط همه مردان بالغ قبیله در طی 3 روز از پشت پرده طرف جنسی باشد تا مراسم فاتحه به خوبی برگزار و مرحوم شوهر با ثواب فداکاری زنده همسرش به جاودانی بهشت برسد. معیارهای اجتماعی را کی ساخته و رواج داده؟ چگونه در مغزها فرو رفته و یک اصل گریبانگیر غیر قابل رد شده و مورد پیروی و قبول مردمان قبیله قرار گرفته؟ این مثالهای ساده و خارج از محیط مغز و بیشعوری من را آوردم تا شما بیندیشید و شاید بتوانید ناهنجاری‌های اصول و عادت‌های اجتماعی خودمان را تشخیص، شناسایی و سنجش کنید. اکنون به کنجکاوی درباره خودمان می‌رویم. ایرانیان قبل از مسلمان شدن اغلب زردشتی بودند. آیا آنان با بی‌عقلی و یا نافهمی از زردشت پیروی می‌کردند یا از دین خود اطلاع کافی نداشتند یا می‌دانستند دین بهتری خواهد آمد و منتظرش بودند تا وضعشان را بهبود بخشیده و فردوس را نصیبشان سازد؟ یعنی دورویی و نفاق و بنابر عقیده شیعیان تقیه می کردن تا دین نو پدید آید. علت گرایش به دین جدید یعنی اسلام چه بود؟ چه شد که یک کشور شاهنشاهی متمدن با داشتن نیرومندترین ارتش دنیای آن روز در برابر یک گروه عرب پای برهنه پیاده شکست خورد؟ در خواب خیال انسان یک نیروی غیبی وجود دارد که در تنگنا در کنارش ظهور کرده و همراهش می شود، بدون صورت که در تنگناترین و وحشتناکترین وضع انسان امید به نجات و بهتر شدن دارد.
امام جعفر صادق در گفته این امید را خدا نامید که مورد توجه، توسل و خواست انسان قرار می‌گیرد. معمولی ترین وقت پیدایش این نیرو هنگام ناتوانی و سستی کامل است، به خصوص اگر تنگنای ساخت بشر به همکران باشد. در آن هنگام انسان به نیروی خارج از تصور اندیشیده و با نیایش منتظر نجاتگر می شود. این نیرو از قدیم در مغز انسان بوده و تصورش تغییر نکرده. مثلا شیعیان ظهور امام زمان را موجب نجات می دانند. این تصور اینقدر در مغزها ریشه دوانده که با تحصیل کرده ها هم نمی شود خلافش را اظهار داشت و پوچیش را بحث کرد. این احساس و یا تصور یکی از موجبات انقلاب ایران علیه نارسایی های رژیم شاه بود که اغلب تصور می کردن این صاحب زمان در کالبد نوه‌اش آیت الله خمینی ظاهر شده است. اگر حکمران ظلم نکند، اجازه آزاد اندیشی دهد، مغز مردم کمتر نجات را در گرایش به خیال بافی می جوید. چرا حکمران وجود نارسایی ها را نمی پذیرد و از تاریخ درسی نمی آموزد؟ شاید در گفتاری بحث کنیم. به سوی تغییر دین یک کشور بزرگ و متمدن و گرایش به دینی برخواسته از یک محیطی بی تمدن، زائیده صحرای خشک و خالی و فرو ریختن رژیم پادشاهی ایران زمین برویم. هرگز در درس تاریخ و کتابهایش علت این شکست و یا فرو ریختن را شرح ندادن. یعنی نپرسیدیم چرا شاهنشاهی ساسانیان سقوط کرد و از بین رفت، چرا دین باستانی هزار ساله زردشت تا به مقاومت نداشت و موجب سرکشی ایرانیان نشد، چه شد که ایرانیان تغییر عقیده دادند، نه فقط مسلمان شدند بلکه اغلب اسلام شناسان و مبلغین دین و مفسرین قرآن از ایران سر در آوردند. مردم بر روار پیرو شدند و کاسه داغ‌تر از آش گشتند. در آغاز بدانید و به خود بقبولانید که همه دینها یک توهم و اندیشه خالی هستند. هیچ دینی خارج از این صفت نمی باشد. عقیده ها امیدی می فروشند که هرگز به آن نمی توان دست یافت، هرچند که این عقیده آینی آسمانی قلمداد شود و یا ایده سیاسی زمینی ساخت انسان باشد. همه عقیده ها هدفشان بره کردن انسان توسط مبلغینش است. با وارد شدن دین به سیاست، حکمرانی هدف شده و عقیده وسیله ای گشته جهت منطقی ساختن چوپانگری و درست شناساندن اوضاع و بهترین قلمداد کردنش. در اینجا به آنان که از اسلام به مسیحیت گراییده اند سخن گفته و این پرسم: در این قرن فرصت دانشیابی و فراگیری بسیار ساده تر از گذشته است. آیا شما از تمام جهات دین دیگر را مطالعه کردید تا پیروش شدید؟ جواب حتما نمی باشد، زیرا عقل انسان تنبل صفت است، خواهان فراگیری و اندیشیدن و پس از بحث بهترین انتخاب کردن نمی باشد. احساسات بر اندیشیدن غلبه کرده و این اختیار را بهترین در عقل می کارد. در فیلم های مصری که درباره فتح‌های اسلام ساختند نمایش می دهند، هنگام ورود عرب‌های پیاده با تعداد کمی اسب سوار به یک شهر یا آبادی، همه مردم فریاد الله اکبر برا می آورند و کتاب قرآن درس گرفته و مسلمان می شوند و از این که به راه راست رفته اند با سجده از خداوند سپاسگزاری می کنند. از اینکه ایرانیان چنین فیلم هایی ساختن اطلاعی ندارم و چیزی هم نخوندم. حقیقت این است که مصری ها پس از 4-5 قرن از فتح سرزمینشان مسلمان شده و به زبان عربی آغاز سخن کردند. نمایش استقبال از دین جدید در فیلم ها در تصورها نقش بسته و در مغزها به حقیقتی تاریخی مبدل شده. در تاریخ ایران به تغییر و علل شکست ایرانیان کم اشاره کردند. انتشار همه عقیده ها با استفاده از زور بوده و به همین علت به تدریج بر مغز ایرانیان تأثیر گذاشته و به دین جدید مریدشان کرده و به گذشت زمان مانند دیگر پیروان دین ها متعصب شدند. به علت ترس مغزها از اظهار اندیشه دیگر دور گشتند. از طرف دیگر ظلم و ستم و فساد و اختلاف های درون خاندان سلطنتی
خاندان سلطنتی ساسانیان را تاریخ نویسان یکی از علل بیزاری عموم پوشالی شدن نظام و سقوطش معرفی کردند. علتهایی که همه چیز را سرنگون می کند. در همان دوران روشنفکرانی پیدا شدند که دین تازه و جنگجویانش را نکوهش کردند، اما عملا به آنان اجازه فعالیت ندادند و اکثر نوشته هایشان در خفا صورت می گرفت. اکنون و پس از گذشت قرنها در دسترس عموم نیست و می توان گفت یافتنش دشوار است. در چه وقتی ایرانیان مسلمان از حقیقت دین نوین و گرایش هایش به طور کامل مطلع شدند؟ هرگز. بله هرگز جواب این سؤال است. در تصور ما این طور نقش بستند که در روز اول ورود عرب ها به ایران در هر خانه را زدند و به صاحبش یک جلد قرآن با ترجمه و تفسیر دادند تا دین جدید را خوب بشناسد و با گفتار نیک و میل شخصی به اسلام گرایش آوردند و با عدالت و حقانیت دین اسلام در میان ایرانیان منتشر شد. تا حال کسی درباره امور اداری استعمارگران مسلمان و دین جدید سخنی نگفته است. عموم مردم هم چه نپرسیدند. ترس از شمشیرهاست که برای گردن زدن هر یک از مخالفین آماده بود و هست و خاموشی عمومی را تا امروز به بار آورده است. به اضافه چگونه می شود اعتراف کرد طی قرنها و این همه کشت و کشتار فعالیت ها و روش های بیهوده از این انسان نه‌اندیش سرزده که تا حال ادامه دارد؟ چگونه می شود ستم های پیاپی مدعیان دین خوب و نمونه را برای نسل کنونی توجیه کرد و عدم گریزشان از عقیده را تضمین نمود؟ شعرهای ایرانی بسیاری به دو زبان عربی و فارسی برای زنده نگه داشتن ناهنجاری های آن زمان قصیده هایی سرودند. در زبان عربی آنها را شعرهای شعوبی نامیدند که معنیش ملیگرا و مقصود نجات پرست است. هوشمندان می دانند ایرانیان بزرگان عرب را قدر و منزلت می نهند و نوه هایشان را سید و محترم می خوانند. در هر ده و شهری برای نوه های امامان عرب آرامگاه و بارگاه ساخته و نیازهایشان را به در و دیوارش می آویزند. برای تبرک بر ذریعهشان دست می کشند، اما نسبت به خود عرب ها احساس خوبی ندارند. همینطور عرب ها هرچند که روابط سیاسی و ظاهری خوب باشد به ایرانیان علاقه نیکی ندارند. این دو اندیشگی را مردم در خود احساس نکرده و درک ننمودند. احساسات نفرت میان دو نژاد بسیار کهن است و طی نسل‌های پیاپی به بیشعوری دو طرف رفته و بدون سببی واضح در مغزها ریشه دوانده. مثلا اگر ملاحظه کنید اعرابی که در کشورهای غرب ایران هستند اغلب کوفیه و اقال که پارچه و تناب سیاه رنگ است بر سر می‌گذارند. اعراب دورتر چون عمان، یمن، مصر، سودان و شمال آفریقا عمامه بر سر می‌نهند. بنابر روایتی اعراب مناطق دست نشین و نزدیک به دههای ایران شبیخون زده و دزدی می‌کردند. شاپور ذوالاکتاف دستور داد آنان تناب بر شانه‌هایشان ببندند تا هنگام وجودشان در میان ایرانیان مشخص شوند و از قدرتشان در دزدی بکاهد. عرب‌ها پس از مدتی خواهان پیشیدن تناب و گذاشتنش بر سر شدند. خوب می‌دانید که نامیدن ذوالاکتاف یعنی صاحب شانه‌ها به شاه ساسانی یک لقب عربی است. همسایه‌های عربمان مانند دیگر انسان‌ها بدون اندیشه با استفاده از سرپوش در اصل مظهر خاری آن را یک لباس ملی و فخرآور شمرده و نسل به نسل بر سر گذاشتند. ورود عرب‌ها به ایران و تسلطشان بر مقدرات آن شاهنشاهی که قبلاً با نیازمندی فقط با آن تجارت می‌کردند احساس برتری روانی به عرب‌ها داد. در همان وقت پایین بودن سطح فرهنگ خود را نسبت به ایرانیان احساس می‌کردند. از این رو با تکبر و غرور با مردم مستعمره‌هایشان رفتار کرده و همه چیزشان را مورد تحقیر قرار دادند. دین مزدان پرستیشان را عبادت آتش خواندند و تا این زمان این تعریف را جهت اهانت تکرار می‌کنند. اعراب در آغاز از کلمه المجوس استفاده کردند که معنیش عقیده‌مندی به دین پست است. با گذشت زمان معنی فرس المجوس یعنی به فارسیان آتش پرست تغییر یافت.
صدام این عبارت را در آغاز جنگ بسیار به کار می برد. در اثر دخالت علمای مصر و دیگر همپیمانان عربش استفاده از این صفت برای اهانت به ایرانیان را کنار گذاشت. هنگام دخول اسلام ایرانیان از اینکه گرفتار و ذلیل این زورگویان پایین تر از خود شده بودند احساس تنفر داشتند. این دردها و تحقیرها در شعرهای دو طرف دیده می شود و تا کنون ادامه دارد. هدف این گفتار دامن زدن به این کینه ها نیست. بدین علت رفتارهای زشت دوران تاریخ را تکرار و بیان نگویم. از جنبه حقیقی و تاریخی در طول این قرنها این دو نژاد با هم قاطی شده و به شدت گره خوردند. مثلا دشتی های ساکن فارس اهل حجاز بودند که پس از یک نبرد قبیله‌ای به ایران پناه برده و دشت نزدیک شیراز توسط زنگی ها به آنان داده شد تا در آن سکونت یابند. آیا اینان ایرانی هستند یا عرب؟ آیا می توانند به حجاز برگشته و نسب خود را باز ستانند؟ یا اسدالله علم وزیر دربار و نخست وزیر شاه خود را نوازاده یک یمنی معرفی کرده که توسط خلیفه عباسی به ولایت قاینات فرستاده شده بود؟ شاهزاده های ایران پس از اختلاف در خانواده سلطنتی به عراق و ترکیه رفته و در شهرهایی مانند اربیل کردی و رمادی عربی و کربلا و نجف اقامت می کردن. اکنون نواده هایشان در این شهرها خود را ترک و کرد و عرب می دانند. سید ضیاء طباطبایی نخست وزیر ایران از ترس رضا شاه به عربستان پناه برد. جمال عبدالناصر قهرمان ملت عرب با دختر یک ایرانی مهاجر ازدواج کرد. اینها مثال هایی بود از میلیون ها اتفاق تاریخی. علارغم این قاطی پاتی شدن، عقل انسان توانایی فرار از احساسات مغزی دور از حقیقت و واقعیت را ندارد. برای احساس برتری به تصورهایی بی اساس و بی فایده رو می آورد. عمر کوتاه را در خیال بافی به سر می برد. برای اینکه به توانایی عقل خیش و عدم تسلط بران نمی خواهد اعتراف کند تا شاید سوی دانش واقعیت و آدمیت رود. با این خیال بافی ها همواره خود را به خطر انداخته و حل نافهمی و ناتوانی تشخیص مشکل و حل عاقلانه را در جنگ و ستیز می‌بیند. این گفتار مقدمه‌ای بود برای ورود به بخشی نوین از گفتارهای عقل بشر. امیدوارم این مطالب دور از دخالت احساسات موجب اندیشیدن شما شود. قبول و پذیرش گفتاری که در پیش خواهد آمد برای اکثر شنوندگان و بینندگان تلویزیون مردم ممکن است دشوار و غیر قابل قبول باشد. امیدوارم با اندیشیدن و استفاده از عقل به توانایی درک خود رسیده و همراه ما آماده گردید سخنی بشنوید مخالف انباشتهای قرنها در بیشعوری. برایتان آرزوی تندرستی و موفقیت می کنم. ممنونم از این دوست عزیزمون. همینجا جا به جا گله کنم که چرا آقا قبول این حقایق برای بینندگان مردم تلویزیون مردم ممکنه سنگین باشه. اجازه بدید تشکر کنم از آقای دانیال توسی. ایشون نوشته با کمال تأسف ظاهرا شما یا اصلا به این 3 دقیقه توجه نکردید و یا اینکه آمدانه میخواهید در مقابل هر کسی جبهه بگیرید و اگر فرصت آمدن زنده در چند دقیقه روی خط را داشته باشم و اگر توانستم ثابت نمایم که شما نظر مرا تحریف نمودید و نه در تلویزیون شما بلکه تا آخر عمر به لحاظ سیاسی سکوت خواهم نمود و این گوی و این میدان. عزیز دلم ببین، من اون عکسی رو که بهتون گفتم پیدا کردم. نگاه کنید این عکس. من این عکس رو روی اسکایپ هم گذاشته بودم. بدون هماهنگی تماس ممنوع. یعنی چی؟ یعنی شما خونه داداشت هم که میخوای بری، ببخشید اینو میگم، شاد داخشته امروز تو باغچه کار میکرده، الان کثیف و خاکی و دوست نداره شما وقتی میری اونجا اینو ببینی با یه شورت و با یه زیر پیرهن کثیف. پس به هم احترام میذاری. الو داداش، من نزدیکای خونتون هستم، اگر امکان داره من بیام ببینمه. بعدم بهش بگید نیم ساعت دیگه، با وجودی که وایسادی جلو خونه شا بهش بگید نیم ساعت دیگه. بعد اون میگه آقا نیم ساعت دیگه چیه، من اصلا اینقدر خوشحال شدم تو زنگ زدی، همین الان اگه میتونی بیا. شما وسط برنامه من زنگ زدی یه تحلیل به این بزرگی. حالا اجازه بدید تشکر کنم که این حسن برنامه تلویزیون مردمه.
این آقای همایون مبصری، اولا خیلی خوشحالم که باز بیننده ما هست چون چند مدتی نبودن، و نوشته که بذار دهتون میگم. اولا آقای علی بهوانی خدمت شما میام، صبر بدید. نوشته که محموله نفت کشتی، اولا الان تو ایران میگن نفت کشت، نوشتن نفت کشت، چون 32 تا بیشتر جوان، یه نفر برای من یه چیز فرستاده بود، دیدم یه جوانی با چه صدای خوبی داره لوری میخونه، دشتستونی میخونه اینا، بعد دوستمون نوشت آقا این یکی از این ملوانا بوده قبل از این که بره سفر کنار دست مادرش یا مادر بزرگش داره اینو میخونه. اصلا من مونده بودم که دیگه آدم بغضش میگیره. بماند آقای همایون مبصری میگه محموله نفت کشتی سانچی به کره جنوبی به صورت FOB یعنی تحویل در کشتی و برنامه در مبدأ شرکت کره‌ای بوده، در نتیجه همین یک مطلب خط بطلان میکشد در تحویل به کره شمالی. یعنی اون چیزی که دوستمون آقای دانیل میگه که چشمشونو ببندن و چین نمیدونم چی میگن چشم بگیرک بازی کنه و اینها، اصلا این چیزا نیست. ما خیلی تفسیرامون آبکیه. من اون روز برای این فخرآور نوشتم آخه تو احمق نشستی اینجا توی اتاق کوچولویی، بعد میگی که نمیدونم در کشتی در فلان جا، آقا بگو فلانی داشت تفسیر میکرد، این آقا رفته پرونده ها رو آورده. حالا صبر کنید دوستان، اولا آقای علی بهبهانی به نظر میاد که ایشون تو کار نیرو دریایی نه هست، الان میام خدمتتون. ایشون نشته واقعا یک سری گوسپندان بر راه چاق و مشکل ساز که بعد زیاد میکنن. منظورتون کیه؟ رئیس همه این گوسفندان منم که بعد زیاد میکنم؟ نه، ایشون نوشته که من میام توضیح میدم درباره این، در مورد این کشتی غرق شده اطلاعات فنی مهندسی دریایی را میتوانم به شما اطلاع رسانی فنی مهندسی بدم. مرسی. دریابان ناخدا دوم بهبهانی، که ما شیرازی ها میگیم چی؟ همه با هم بگین بهبهانی. بله خیلی ممنون آقای بهبهانی که شما با ما هستید. ببینید وقتی که بینندت سرش به تنش بیارزه به خودت افتخار میکنی. آقای همایون مبصری اینور، آقای علی بهبهانی اونور، دوستان دیگه اونور، آقای دانیال طوسی که حالا از من ناراحت شده آقا شما وسط برنامه گذاشتی من گوش دادم، منم مثل شما هولکی به جایی که بگم آقا شنیدم بعدن نظر میدم زرتی نظر دادم، شما دلخور شدی، الان بهت زنگ میزنم خودتو آماده کن. امروز من اصلا ربع ساعت بعد از 16 برنامه برای شما، پولیش داشتی بده نداشتی مهمون من باش، منم ساکت میشم فقط گوش میدم. ولی خدا وکیلی از الان تا 32 دقیقه دیگه پیام خودتون رو که تو برنامه من پخش شده گوش کنید، چیزایی که من گفتم گوش کنید، ببینید چند تا تئوری دسیسه و چند تا ضد دسیسه رو شما گفتید. حالا ببینید آقای مبصری چی میگه. میگه که موارد پشت پرده بازی‌های مافیایی انجام شده است. والور چراغ نفتی، اون چراغ که بهتون گفتم یادتونه آبی با سبزم بود بعضیش، محموله نفتی این و این، بعد میان پایین. آقای مبصری میگه در ضمن این محموله توسط بزرگترین شرکت‌های نفتی، این آقای مبصری دشمن این آخونده هستا، اصلا میره تو سازمان ملل، میره اینور میره اونور، هر دست از هر کاری که بزنه اینا رو پدرشونو در بیاره کوتاهی نمیکنه. ولی نگاه کنید ببینید چی نوشته. نوشته در ضمن این محموله توسط شرکت های در توسط بزرگترین شرکت های نفتی و بیمه دارای بیمه بوده و کهود کشتی را، یعنی نمیدونم این کهود چیه، کهود کشتی را هم لویدز آلمان، لویدز اصلش مال انگلستانه، نه من تو کار بیمه بودم خوندم، ولی احتمالا برانچ دارن شعبه دارن و الان دیگه یه چیزی نمیشه مال انگلستان باشه، دنیا شده یه یک دهی در رول ده. میگه که کشتی را هم لویدز آلمان در نقش بیمه‌گر سندیکا عمل کرده که خود دارای ده ها شرکت بین الملل میباشد. آقای مبصری اگه شما لطف کنید، آقای بهبهانی اگه شما لطف کنید زنگ بزنید پیام بذارید، من پیام های شما رو پ
پخش میکنم، ولی لطف کنید همون اولش بگید که کی هستید تا ما گوش میدیم به اصطلاح پیام شما رو پخش کنم. از دوستان عزیزم خواهش میکنم که حمایت از تلویزیون مردم فراموش نشه. ببینید تلویزیون مردم خیلی ساده است، اونایی که طرفدار پادشاهی هستند دلشون میخواد سر به تن ما نباشه. چرا؟ اومدیم راجع به پادشاه حقیقت رو گفتیم. آقا این آقا دیپلم نگرفته، آقا این آقا ببخشید مغزش زیر شلوارش بوده، از کمربندش به پایین بوده، به همین خاطر آقای علم براش جاکشی میکرده، به همین خاطر دامادش آقای زاهدی براش جاکشی میکرده، به همین خاطر هر کسی دور برش بوده براش جاکشی میکرده، به همین خاطر سرپوش میذاشتن رو رابطه عشقیش با خانم طلا، با خانم نمیدونم فلان. از اون برم خانم فرع پهلوی، دوست من آقای فرهنگ حمید اومده میگه آقا نباید به فرع اینجوری بگی. میگم بابا دیگه فامیلش داره میگه، فامیلش رفته با مامانش شکایت کرده گفته حاجی خانم شما حج نرو، بیا این جلو خانم دخترتو بگی. بعد دخترش اومده به این آقای احمدعلی مسعود انصاری گفته حالا دیگه تو فضول شدی، فضول وسط پیمان شدی. آخه عزیز من، حالا شما میخوای از این مریم مقدس بسازی؟ خود مریم هم خیلی مقدس نبوده، این پدر سوخته یوسف نجار زده انداخته سر خدا. میدونید که به خدا گفتن از کی بیشتر ناراحتی؟ این روزا بود که ترامپ خیلی چیز میکرد، همه فکر کردن الان میگه ترامپ، گفت از این یوسف نجار. گفتن چرا؟ گفت رفت دختر بیچاره رو حامله کرد انداخت گردن من. عزیز من تحمل داشته باشی. ای آقای دکتر ناصر طهماسبی، ازش هم خبر ندارم، نمیدونم بنده خدا فوت شده، حالش خیلی بد، اینقدر بچه، اینقدر آدم خوبی بود، اینقدر به همه ایرانی‌ها کمک کرد، والا به کارگرای ما هم که آمریکایی بودن کمک میکردن، هر وقت کارشون مشکل بود، گیر افتاده بود، پول نداشتن، میگفتن اون دکتره کی بود، دوست تو بود، میرفتن اونجا پهلوش این کمک میکرد. بعد خونش آتیش گرفت، خانمش فوت شد، مریض شد، وقت میگن خدا هست. آخه من این خدا رو با 1000 کیلو عسل و شکر نمیتونم قبول کنم، ولی قبولش کردم برای یه چیزی. به این دوستان طرفدار ترامپ میگم خدا به من گفته برید دنبال ترامپ، کاری به سوربی نداشته باشی، ببینم حالا عمل میکنم. واقعا یک سری گوسپندان برای این، من نمیفهمم منظورتون کیه و این آوردم باز بالا، ببخشید ببخشید ببخشید، من نمیدونم این چقدر گل میفرستین، نمیدونم عکس میفرستین، از این لایک میفرستین. بعضی وقتا وقتی برام یه دوست اینجوری میفرسته میگم ببخشید این منظورتون بیلاخ ایرانی بود یا گود لاک موفق باشید غربی، بهش میگم حالا مهم نی، شما هرچی فرستادی من برات موفق باشید غربی میفرستم. خب مایلم نظر برنامه گذار عقل بشر را درباره وزرا، استانداران، شهرداران و همه دستندرکاران بیشعور در دوره پهلوی را بشنوم. دستندرکارانی که لیاقت شغلشان را نداشتند و مردم را ناراضی کردند. خب ببین چه سوال قشنگی میکنه آقای هادی گلی. ببین وقتی مردم از دست آخوندا بیزارن، برای همین ها شما 3 روز زحمت کشیدی، چرا آخوندی که الان این روحانی میگه آقا فیلتر کار نمیکنه، ولی فیلتری گذاشته باشه که ارتباطت برقرار نشه؟ آقا اینا میخوان رو دست خدا بلند شن، بهشون بگو بابا خدا زورش به این آدم نرسید، گفت بچه گذاشتمت تو بهشت، این درخت سیب کاری نداشته باش. حالا من نمیدونم خدا هم کرم داشته، خب این سیب رو میذاشتی بیرون، مثل من اجاق روشن بذارم، خودم برم تو خیابون به بچه‌م بگم دست نزن به این، وقتی هم میدونم بچه‌م نمیفهمه میره دست میزنه به این، وقتی هم میدونم اگه بهش بگم دست نزن اون میگه این بابام گفت دست نزن، برم بزنم ببینم چی میشه. بابا خدا هم اسم ما کرم داره. امروز یه چیزی فرستاده بودن راجع به ربات آدم آهنی. چرا به ربات ما ایرانی ها میگیم آدم آهنی؟ خب لابد به خاطر که از آهن اینا میساختن، این روزا بیشتر از سیلیکون و پلاستیک و حتی یه جنسی میسازن مثل خود آدمه، یه زنی رو ساختن اصلا حرف میزنه و اینا بهشون میگن یه چیزی که هوشمند، یعنی خودشون رو هی هوشمند میکنن، AI Artificial Intelligent، یعنی مصنوعی خودشون رو بلدن که چیز کنن با حرفای شما، مثلا این
چیز دیدی بهش فوش بده، میگی بفرشید من نفهمیدم منظورت چیه، دوباره بگو این سریه چیه، سیریه ببخشید، حالا حرفا زیاد میشه. و بله این آقای هادی گلی اصلا نباید به چیزای خارج کار داشته باشه، چون طبق دولت، قانون دولت اروزم پسر بهمون گفت، آقای همشهری ما گفت آقا شما داری فیلتر شکن استفاده میکنی. آقای ارشاد خودش میگه حالا بالاخره ما فیلتر شکن استفاده کردیم. آقا فیلتر شکن استفاده کردی، البته از اون ورم ببین اینجا میگن سرعت 55، وقتی من دارم میرم میبینم همه 80 میرن، منم میگم خب دیگه ما هم 80 میریم، یعنی همه قانون شکنی است میکنیم، مثل که خود دولت دوست داره قانون بذاره ما قانون شکنی کنیم، بعد اون بالا بگه نگاه کن احمقا چقدر خوشحالن، من اینجا دارم یه کار دیگه میکنم، شما رو مشغول کردم به اینکه همش تو آینه نگاه کنید پلیس نباشه که شما داری 5 مایل تون میری. یا این دوست ما مثلا حالا فیلتر شکنده، تازه پولم که داده اون فیلتر شکن رو خریده، از کی خریده؟ از یه بچه آخوندی که خریده که اون پول فیلتر شکنه میشه پورش و لامبورگینی و الاخر. دوستان عزیز امروز چهارشنبه است، شما بعد از برنامه با این شماره تلفنی که من الان اینجا بهتون نشون میدم 202-695-2573 زنگ بزنید. آقا سلام احوال پرسی هم پیشکشتون سربی، من اسمم کوروش ایرانیه، میخوام 15 دقیقه برنامه داشته باشم. ما میگیم والا ما از سال 2006 تا حالا نرخمونو بالا نبردیم، برنامه زنده ساعتی 100 دلاره، 15 دقیقهش میشه 25 دلار، یعنی هر یه دقیقه تقریبا 2 دلار بهت آرشیو میدیم، بهت یه هفته پخشش میکنیم. اگه اینها رو حساب کنیم دیگه چی بهت میگم، برنامه تلویزیون خودت هم میخوای ساعت 1 دلار. اون روز داشتم به یه دوستی میگفتم ساعت 1 دلار ماهی 720 دلار بده تلویزیون اینترنتی خودتو داشته باش. حالا ممکنه بگی آقا من دیوانم، اینستاگرام مجانی، آقا داری برنامه پخش میکنی یه ساعت که شد قطعت میکنه، بعد تازه فردا میگه حالا اگه میخوای این کارو بکنی باید پول بدی، یا این فیسبوک بعد برید، ما که نگفتیم آقا تو آمریکا اینجوریه، ساندویچ فروشی اون ور بهت میگه که 20 دلار یه همبرگر، باید نیم ساعت هم بیرون تو صف وایسی، این بیچاره این ور میگه یکی بخر یکی هم میدم ببری خونه، تو صف هم نمیخواد وایسی، از ماشین هم پیاده نشو توی درایوین بیا بهت میارم میدم. این شما هستی که تصمیم میگیری، ولی اگه میخوای برنامه داشته باشی، این تلویزیون ما ساختیم آماده کردیم از 2003 تا الان نزدیک به 20,000 تا رو با عدد میتونیم نشونه بدیم. حالا چند تاش دوستان عزیز، داداش خود منم مسک اینجاست، باید خیلی مواظب حرف زدنم باشم، چون یادمه یه روزی آقای مصطفی زاده با من دعوا شد، و این مصطفی زاده رو من دوست دارم، هنوزم دوست دارم، چون مثل معلمه، قیافش هم مثل معلمه. آقا رفت شکایت منو کرد به داداشم، داداش من گفت آقا من اصلا وقت ندارم به مزخرفات این گوش بدم. شما چه عادت، البته اینجوری نگفته، گفتون من برنامه‌های ایرانی نگاه نمی‌کنم، ولی واقعا آقای مصطفی زاده منظور ایشون این بود که آقا من به اندازه کافی اینو میبینم، به اندازه کافی مزخرفاتشو میشنوم، حالا دیگه باید دیوونه باشم که بیام بشینم برنامه هاشم گوش بدم. امروز هم فکر کنم به خاطر سرما یک کمی مغز چیز شده که اومده اینجا، یا ما این دعوت میدونید این فیسبوک اتوماتیک وار برای یه عده دعوت میفرسته، ممکنه اینجوری بوده، اینم گفته بذار ببینیم چه خبر. در ذهن محموله و اینا، بله این ماجرای بیمه شما به این سادگی فکر نکنید، همونجوری که اگه شما پسرت ماشین خرید خواستی به نام خودت بیمش کنی، میگن شما باید اکسکلوژن نمیدونم نامه بنویسی، میدونن آقا همه چیزو، بعد لوید آلمان یا لوید انگلستان یا شرکت‌های نفتی که خودشون پدر همه پدرسوخته ها هستن میاد به ایران، البته بله ایران هم اینقدر پدر سوخته است، بارها این کارا رو کردن، نفت تو وسط کشت وسط دریا فروختن، همین الان بحثه که آقا این کشتی که اینجا خورده افتاده چرا بعدن 180 کیلومتر رفته اون ورتر، یه عده میگن آقا اینجا دارن ماهیگیری میکنن، اینو کشیدن بردن که خطرش نزدیک ساحل و آب و ماهی نباشه، تو اقیانوس باشه که اقلا این هزار نمیدونم لیتر چندین هزار لیتر اونجا پخش بشه تو بیان جمعش کنی. یه عده میگن نه آقا اینا که لنگر ننداختن بیچارا، خوردن به هم بعد موج و اینا بردت شد. کی درست میگه من نمیدونم، ما چجوریه که امروز متخصص خلبان میشیم، متخصص هوایی میشیم؟ گفتم اتون سالها پیش یه
فرودگاه مهرآباد یه هواپیمای بلند شده بود خورده به یه ساختمان 10 طبقه این نزدیک اونجا. آقا تو تلویزیون اینجا یه زنی از مادر من پیرتر زنگ زد گفت مادر جون من میدونم چه تو شده، اینا رهبرای پاستالا سوال بودن، دولت میخواست اینا کودتا نکنن، اینا رو زد به دیوار. اون وقت اینجا خانواده درویش دارکار یا اینا پولدارن، هواپیما شخصی خودشون دارن، سوار شدن از اینجا رفتن، هواپیما غیب شد، 2 هفته اصلا پیداش نبود. وقتی پیداش کردن گفتن تو یک جایی که جنگل خیلی دنس خیلی درخت هست و اینا افتاده و حالا ما 6 ماه تو آزمایشگاه متخصصا باید بیاریم اینو نگاه کنیم، جعبه نمیدونم سیاه که ندارن این هواپیمای کوچیکا، اینجوری کنیم اونجوری کنیم. آقا طرف مینویسه که ما جعبه سیاه رو پیدا کردیم، فوری مینویسه آقا جعبه سیاه رو تونستی پیدا کنی، ملوانا رو نتونستی پیدا کنی؟ بابا لابد گذاشتن سوخته، این ضد آتش رفته پایین، حالا یه ربات فرستادن آوردتش. شما کاری میکنی که منی که متنفرم از این آخوندا حرفی بزنم که اونم میگه نگاه کن این پدر سوخته داره حمایت میکنه. آقا والا بلا من حمایت نمیکنم، به گواهی همین برادر من که قبل از من آمریکا بود هر چی زمان شاگ و پشو بیا گفتم آقا برای چی بیا، من کارمو دارم زندگیمو دارم برای چی بیا، ولی این آخوندای پدر سوخته بلایی به سر ما آوردن که دیگه نتونستیم، با زن و بچه بلند شدیم در رفتیم. حالا شمای احمق میگه آقا چرا فوش نمیدی به آخوندا، اریدم به قبر آخوندا، اریدم به قبر پدر توی نفهم چی بگم آخه. ببخشید یه جوکی هم براتون بگم، میگن یکی از این موقع بود اول انقلاب خونه ها رو میگرفتن و اینها، پاسدارا میریزن توی خونه پولداری، هر کسی یه چیزی میبره، مجسمه های اعلی و سنگ مرمر رو نمیدونم فلان اینا، یه پاسداری هم یواشکی یه چند تا از این نوارای سکسی رو میذاره تو جیبش و اون DVD پلیر هم برمیداره میبره، اون وقتا چی بود؟ بتا بود، مال سونی بود، برمیداره میبره و اینها. بعد میشینه نگاه میکنه میبینه آقا اصلا چه دنیایه، آقایه به خانمه مثلا میزنه اون خوشش میاد، خانمه به مرده فوش میده اون خوشش میاد، این بدبختم میاد به خانمش میگه که ببین خانم من و تو اصلا از چیز زندگی لذت نبردیم، میگه چیکار کنیم لذت اینا نگاه کنم شده بعد 8 بچه درست کردم، میگه چی بابا بچه درست کردی همش درد سره، شما باید وقتی میخوام یه کاری بکنیم به من فوش بدی من خوشم بیاد. اون خانمه بدبخت چه میدونسته فیلم ها رو ندیده بودی که شروع که میکنن میگه خانم چرا فوش نمیدی، میگه خب چی بگم ریدم به قبر بابا. اینم حالا ماجرای ما شده، طرف میاد میگه آقا چرا فوش نمیدی، میگم خب چی بگم، این همه فوش میده این آقای وطن خواست سکویی دیوانه نمیدونم معقولشون تازه شهرام روانی ببخشید شهرام همایونه چه کار کرده بعد 40 سال، بعد 40 سال روحانی 20 سال اومده میگه باید اعدام کنیم توی میدون فلان اینا، امروز میاد میگه آقا فیلترینگ رو آزاد کنید، رژیم جاه رادیو رو میخواست ممنوع کنه نتونست، نمیدونم ما ماهواره رو ممنوع کردیم نتونست. بعد مردم برای من که اینا رو میفرستن میگم وای چه خوب شد من تا امروز نمیدونستم، بعد میگم حالا شما یه امروز فهمیدی میخوای چیکار کنی، چون تا دیروز که هیچ کاری نکردی برای این بود که نمیدونستی، حالا که فهمیدیم چیکار کنیم. بعد این دوستمون میگه بیام آقا این جنازه رو از زمین برداریم، میگم آقا مگه من مرده شورم یا مامور شهرداری ام، شما 4 نفر پیدا کن بگو آقا جنازه افتاده رو زمین بیان بردارین، منم با دوربین میام اونجا مثلا یا با ماشین میام عقب عقب شما جنازه رو بندازید توش. باید ببینید طرف چی کاره است، ما که مثل آقا رضا پهلوی نیستیم که بگم من نشستم شما به من بگید من چه کارم. منم بهش گفتم خب شاید مردم گفتن آقا قیافت به آخوندا میخوره بی باشه آیت الله صفی، ما تا حالا آیت الله فقیه داشتیم حالا میخوام آیت الله صفی داشته باشیم، میای مردک پس دروغ میگی، مثل تمام دنیا برو 2 کلاس درس سیاست بخون بعد بیا بگو من میخوام بشم شهردار، خدا وکیلی مردم شهر حاضرن شهرشونو بدن دست این و حاضرید شما یه شرکت کوچولو رو بدید دست این و کلید طلایی کشورتون رو میخوام بدین دستی. بعدم طرف میگه آقا این سوربیا اومد گفت حالا آخوندا امشب همه مردن فردا چی؟
خب این سوالا هنوزم میکنم، بدبخت عقب افتاده، اینا همه مردن، فردا چی؟ فردا رجبی میخواد بیاد؟ رجبی که کسی که 30 سال جوونیشو رفته تو سازمان مجاهدین تلف کرده، از بین برده، سرمایه گذاری کرده، هرچی میدونی توی آمریکا شما یه چیزی میخری میگی اینوستمنت، میگم آقا چه اینوستمنتیه؟ طرف ماشین میخره کهنه میشه یا فردا میزنت به درخت، این اینوستمنت سرمایه گذاری، این خریدی که تموم شده. به اون تا جدا میشه میگه مزدور. به شما ایرانی میخواد آزادی بده؟ کسی که به یاران خودش 50 سال آزادی نداده، 40 سال آزادی نداده، میخواد به شما آزادی بده؟ مبارکتون باشه. بعد تازه مگه شما من نمیگه وطن فروش؟ هر فروشی یه خری لازم داره، وطن فروش، شما وطن خر، شما بشو خر بیا وطن من میفروشم بخر، و دو تا رأی داشته باش، بگو این جای خودم، اینم جای سوربی. مگر موقع کوپنهاگن هممون شیشتن آسامه ای نشده بودیم؟ مگر مرده هامونو نرفته بودیم زندگی کرده بودیم به جاشون کوپن میگرفتیم؟ مگه منی که سیگاری نبودم نمیرفتم کوپن سیگارم میگرفتم؟ خب حالا این کارو بکنید، یکیتون بیاین سهم وطن من رو بخرید. دوستان عزیز، ساعت 3:46 است، بذارید ببینم که آقای به به دوستان عزیز آقای مختارم اینجاست. این آقای مختار یکی از اونایی بود که خیلی منو راهنمایی کرد که بتونم خودم رو کنترل کنم. این چیزی که شما امروز میبینید، حالا تازه دوستان، خانم آقای مختار، خانم شوره عاصمی، آقای کشاورز نیا، خانم نیا، هما نیا، اینها هی به ما گفتن بابا یک کمی کام داون، درست حرف بزن فلان، نه تازه این شدیم. حالا اگر اینا نبودن ما چی میشدیم دیگه خدا میدونه، ولی بعضی وقتا نمیذارم واقعا. ضمناً آقای تقی مختار هفته‌نامه ایرانیان رو یک فیسبوک جدید براش درست کرده، امیدوارم به صورت بیزینس باشه که بتونن بیش از 5000 نفرم بیان. و متاسفانه من نمیدونم، من که رفتم به اصطلاح اونجا بگم که تبریک میگم و کار به سزای و خوبی هست، نوشت شما بلاک هستی تا 23. گفتم به به، عجب استقبالی از من شد. اینم از این. بله، ببینیم که دوستمون دانیل میخواد امروز بهش زنگ بزنیم یا میخواد قشنگ جمعه، یعنی فردا، سر دل استراحت. و آقای دانیال، اگر شما یک کاغذ ور میداشتی این به اصطلاح دسیسه یا تئوری دسیسه رو مینوشتی، یک، به نظر من چون این کشتی با او راجع به این ما چیز خاموش و اینا، طرف میاد توضیح میده میگه اصلا این رسمه که اینا به این به سیستما وقتی رسید به یه جایی خاموشش میکنن و میرن. خب حالا یکی بیاد مثل این ناخدا بهبهانی بگه آقا این دروغ میگه، ما ناخدا بهبهانی رو میتونیم بذاریم جلو او، ما آقای تیمسار آریانپور رو میتونیم بذاریم جلو او، نه من که اینجا نشستم. شما پیام گذاشتی، من بدون تجربه، بدون چیز احساساتی شما حرف میزنی، من میگم خب آقا شما اول میگی اینو میخواستن بفرستن کره شمالی، بعد مجبور شدن ببینن چینا چیکار میکنه، چینا چی شده. مگه آقا بازی قایم موشک بازیه؟ چینا هم همین کارو کرد. 2 هفته پیش برید نگاه کنید، چینا وسط دریا داشت نفت تحویل میداد به کره شمالی، این آقای ترامپ هم چون از سیاست خبر نداره عصبانی، آقا من به چین بردمش فلوریدا، رئیس جمهور چین بهش شام دادم، نهار دادم، چیزای دیگه حالا دادم که بعدا گندش میاد، نمیدونم گلدن شاور بهش دادیم فلان اینا، این وقت میره وسط دریا معامله میکنه. اونم میخنده میگه آخه ما که نمیایم نورد کره یا کره شمالی رو دو دستی بندازیم توی دامن آمریکا، یعنی اگر کره شمالی از بین بره فقط یک کره باشه، این کره هم که با آمریکاست، با چینا نیست که، کمونیست نیست که. البته کمونیست بودن چینا هم این روزا یه کمی باید توی کد ان کد بذاری میشه. اینم از این ماجرا. آقای سوربی درباره ترامپ اینقدر خودت اذیت نکن، چشم. و من نمیدونم، ما میخونیم میریم پایین دوباره این میاد بالا، این فیسبوک هم مثل انقلاب ایران که مردم بالا آوردن. لطفاً شماره تلفن برادرت رو بده، من هم از دست دارم.
لطفا شماره تلفن برادرت رو بده، من از دست تو شکایت کنم. چرا میخوای بگی این سوربی یا در یا تو برنامه حرف چلو کباب میزنه من گشنم میشه، یا این سوربی حرف میزنه من سر کار میافتم رو زمین میخندم همکاران فکر میکنن من دیوونه شدم. این دوست ما سعید تا حالا چند بار گفته این اتفاق برام افتاده، گوشی گذاشتم رو گوشم دارم به حرفای تو حرف گوش میدم، شروع میکنم به خندیدن، میافتم رو زمین، رول آن فلور یعنی روی زمین غلط میزنم، بعد دوستای آمریکایی نگاه میکنن میگن آقا این رئیس ماست، این مثلا مسئول ما، این چرا اینجوری شد؟ نمیفهمن که پشت ماجرا چیه. چشم، شماره تلفنش به شما میدم. دریادار فخرآور فرمانده نیروی دریایی آمریکا کاملا توضیح دادن. دیدی رفته نیویورک، حالا نمیدونم برای چی. دوستان چهارشنبه دیروز تظاهراتی شد، آقای اهورا خالقی یزدی، همون فتح‌الله خودمون، آقا تو رو خدا برو وقت تو با نواهات بذار، خجالت بکش. من نمیدونم ما چه مردم پررویی هستیم بعد از اون ماجرایی که سال 2002 بازی کردی با اون آقای فاضلی از تو نادانتر، خجالت بکشی. حالا دیروز برای من فرستاده، این بار دیگه این تظاهرات نه اون تظاهرات. یکی دیگه هم گفته اگه اینترنت رو قطع کردن مهم نیست، هر روز ساعت 5 بیان تو خیابون. ای کاش خمینی و یارانش هم مثل من و شما احمق بوده. یه تحلیلی آقای مهرداد خانساری کرده دوستان، روی فیسبوک ما هست، روی مردم تیوی هم داریم نشون میدیم، مردمتیوی.com برید گوش بدید. میگه آقا اینی که میگن سپاه پاسداران میخواد کودتا کنه، اولا ما تا حالا کجای دنیا شنیدیم که یک کسی که میخواد کودتا کنه آگهی بده که منم که تو اتاق نشستم، منم که دارم چرت میزنم، هی برام بگه دینگ سپاه پاسداران فردا ساعت 9 صبح میخواهد کودتا کند. به 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 به. بعد شما چی؟ شما منتظرین که حالا سپاه پاسداران بیاد روتون حکومت کنه؟ 40 سال آخوندا بستتون نبوده؟ کمتون هست هنوز؟ امیدتون به سپاه پاسدارانه؟ این یه عد. یه عده دیگه امیدشون به ترامپه. ترامپ که عکسشو نشون دادن، زنشو بچهشو تو طوفان و بارون گذاشته، مرده که سرشو مثل خر انداخته پایین و میره. آهان این آقای هادی گلی اگه هستیک، ببین چجوری من اینجا به این ترامپ میگم شالاتان خر، ببین چجوری دوستان لس آنجلسی به این اوباما میگن کاکو سیاه حاج حسین اینها. یک کم به این آقای خامنه اینا بگو آقا اگه میخواین فوش نخورین، قشنگ برین قم یه واتیکان درست کنین، اسمش بزنین واتیکوم، دورش بگیرید برای خودتون، پول مردم هم اومده و خوردین و دیگه چقدر میخواین بستونه. اگر میخواین تو کارهای سیاسی باشی، کار سیاسی اصلا یکی از کلاسای 101ش، یعنی یکی از کلاسای اولیش اینه که شما رو فوشخور بار میارن. شما الان دیدی اینا سر شت هاوس و شت هول چه ماجرایی دارن؟ هتل ترامپ در واشنگتن، این رو دیدم آقای مختارم روی ایرانیان گذاشته. اولا بذارید من اینو بهتون نشون بدم. آقای زاهدی میشناسید که ایشون دو تا افتخار داره، چندین افتخار داره ماشاءالله، هم داماد شاه بوده، افتخار دیگرش این بوده که جاکشی میکرده برای شاه، افتخار دیگرش این بوده که وزیر امور خارجه بوده، افتخار دیگرش اینه که بچه اون ارتش بود زاهدی بوده که به اصطلاح کودتا کرد، جاده رو صاف کرد، شاه رو آورد. حالا دیگه چه افتخارات دیگه داره نمیدونم، ولی گوش کنید، حتی اردشیر زاهدی، یه آدمی که سابقش اینقدر کثیفه و بوگن میده، نوشته. اولا اینا میدونی که اینا هر خری از راه میرسه میگن عالی جناب، به این ترامپ هم میگن عالی جناب، شاه بدبخت هم هی گفتن سایه خدا، خایه خدا، نمیدونم فلان، بیچاره میکنن. حالا اردشیر زاهدی شده عالی جناب. عالی جناب اردشیر زاهدی گفته در دید من رضا پهلوی و مجاهدین هر دو دزد و پول بگیرن، چه فرقی میکنند؟ یکی از پنجره میآید، آن یکی از در. کسی که از عرب پول میگیرد و آن کسی که از سیاه پول میگیرد یا آن کسی که از اسرائیل پول میگیرد، همه یکی هستند. اینها هیچ کدامشان به درد ایران نمیخورن. حالا یکی از بپرسه کی به درد ایران میخوره؟ تو؟ تویی که موقعی که مردم ایران دردی نداشتن، به جای اینکه ویتامین باشی
ویتامین بودی برای خانم الیزابت تایلور. هواپیمای دولتی ایرانی رو اینا رو ور می‌داشتی می‌بردی، سکس و مشروب و جواهر و فلان اینا. برید نگاه کنید یه کمی روزایی که بیکارین تحقیق کنید. گفتم تو این دکتر ناصر طهماسبی گفت بابا جون تحمل، تأمل، تحقیق، تصمیم. تصمیم همون یعنی دیگه نظر دادن که مثلا آقا این سربی مزدوره، نه 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 جاسوسه، ولی تازگی انقدر خر شده جاسوسیه که میاد جلو ما میگه اسمم اینه، شکلم اینه، بعدم چه جاسوسی میکنه مثلا رو سیزه بدر، دیگه سیزه بدر هم نمیاد، رو سیزه بدر میاد میگه 12,000 نفر ایرانی داشتن میرقصیدن. آخوندم میگه عجب خبری به ما دادی، مردک تو ایران 70 میلیون دارن هر روز میرقصن و اونجا لخت و پتی میرقصن تو خونه ها و تو مهمونی ها و تو ویله هاشون. مگه اون فوتبالیست ها و اینا نبود هی چپ و راست گرفتنشون عرق خوری تو ویله ها، یه نفر 10 تا زن برده بود، 10 تا زن اونو برده بودن. این ببانه میخواستم چی بهتون نشون بدم، میخواستم ها این تظاهرات نامه دیروز برای آقای آقای غلام ترشیزی نوشتم، آقا مجاهدین یا شورای ملی مقاومت یا انجمنهای فلان کاری نمی کنن؟ گفت چه کار؟ گفتم آقا اینجا تظاهرات این ایه که فوری در صورت قطع اینترنت هر روز ساعت 17 میادین اصلی شهرها تجمع کنید، لطفا اطلاع رسانی کنید. خیلی ممنون دوستان، زحمت کشیدیم به اطلاع رسانی کردیم به پاسدارا، پاسدارا بسیجی، اونا لباس شخصی هم اونجا باشن. خب آقای هادی گلی، جناب سوربی اتفاقا این جانب میانگین 10 برنامه اخیر شما رو گرفتم، دیدم حضرت عالی تقریبا هر 4 دقیقه یک بار به صنف آخوند روحانیت توهین میکنید و حرف بد زدید که موجبات دلشکستگی طلاب مخاطبتان را فراهم آورده است. خدا پدرتو رو بیامرزه والا. گفت آفتاب آمد دلیل آفتاب یا شاهد از غیب نازل شد. بله ببین دوست عزیز، شما فقط چیزایی رو میشنفی که من دارم راجب میشنفی شیرازی میشنفی که من راجب آخونده میگم، شاه اللهی فقط اونایی رو میشنفن که من راجب شاه اللهی میگم، مجاهد اونایی رو میشنفن که من راجب مجاهد میگم. جالب اینه که خود طرف میگه آقا تو این 2 ساعتی که حرف زدی شما درباره 50 تا چی صحبت کردی، ولی اگه من بچرخم بگم آخه مجاهد احمد من 50 بار درباره تو صحبت کردم، نکردم که آقای شاه اللهی احمد من 50 بار درباره تو صحبت کردم، آقای آخوند آخوندک من پرسیدم شما که جوونی حالا باید بگیم آخوندک مثل نمیدونم. در صورت اینم از این برنامه تو درست کن، یه وقت دیگه با هم صحبت میکنیم. خیلی خوشحالم که آقای بیژن فرهودی هم اینجا هستن. بیژن فرهودی که از باسابقه ترین ژورنالیست های ماست که متاسفانه برای خودشون نوشتم آقا جدیدن این ریپیتیشن یا این سابقه ای رو که با این زحمت به دست آوردی سر این مصاحبه ها با این سید دلغک ملیجک آخوندا، این دیوانه ای که از لحاظ قانونی هم آقای فرهودی میان دنبالتون، شما دارید پله میدید به یه دزدی که بیاد خونه ما رو بدزده، شما دارید اسلحه میدید دست یه کسی که بره جوانای ایرانی رو بکشه، و این آقا دیوانه است، صلاحیت اسلحه داشتن نداره. بله شما اسلحه فروشی داری، کارت هم لیگاله، ولی باید اگه یک کسی میخواد بیاد اسلحه بخره، اگه داره میگه آقا من دیروز با زنم دعوام شده، حالا شما چه اسلحه‌ای بزنم میخوام از نزدیک چه اسلحه خوبه، شما باید صبر کن، حالا وایس کن یه آبجوی با هم بخورن، یه چایی با هم بخورن، زنگ بزنی پلیس بگی آقا این میخواد زنشو بکشه، این میاد میگه آقا برید آتیش بزنید، برید بکشید، خانواده هاشون هم بکشید. اصلا شما که قانون بین المللی و اینا رو میدونی، شما که مثل آقا رضا نادان نیستی که بلند شه بره از اینجا دادگاه لاهه، میخواد علی خامنه ای رو ببره دادگاه، بعد بهش بگن مردک دادگاه لاهه که برای دعوای شخصی نیست که. شما به نظر من ها، به نظر من که بیننده شما بودم و هستم و خیلی هم ارادت دارم، این کارو نباید میکردید، کردید، حالا ببینیم چه خواهد شد. بله شت هول، شت هول، شت یعنی گو، هول یعنی سوراخ. حالا این سوراخ گو میتونه چا باشه، میتونه سوراخ خودمون باشه، بالاخره داریم دیگه. و ببینید این ترامپ اینجا اومده یک پستخونه قدیمی مال دولت رو اجاره کرده،
اسم خودشو گذاشته روش و گفته هتل ترامپ. و الان این ماجرای مهمونا هم که میان برای که یه پولی تو جیب اون بره که بیشتر بهش به اصطلاح حال بدن، میرن هتل این. یه نفر اومده خیلی قشنگ رفته نوشته که شت هول. بعد این از این چراغایی که پروگرامش میکنی، مثلا الان میبینید یه سری چشمای اینا مثل گوسته، یعنی روح و ارواح اینا. بعد این همینجوری که میچرخید آخرش یه سری به اصطلاح طلب طلب چیز میمد دیگه، همون حالا شت مدفوع هرچی. این از این میگه ما همه رو میشنویم و تصدیق میکنیم و هر کس اعتراض دارد با منطق وقت بگیرد و بیاد دفاع کنه از شاه، شیخ و فرقه‌اش. آقای یوسفی، خدا پدر مادرت شما رو بیامرزه، اگه اون یوسف اصلی بودی که افتادی تو چاه و زلیخا عاشقت شده، بیان بیاریمت بیرون. ولی ای کاش 100 نفر ما مثل شما بیننده های تلویزیون، نه فقط من ها، بیننده های همه این تلویزیون ها داشتیم. آقا شما یه تلویزیونی نگاه کن، یه بدبختی که میاد حرف بزنه، اون یکی زنگ میزنه میگه آقا من زنگ زدم میخوام جواب اونو بدم. پیش خودم فکر میکنم شما ربع ساعت پشت خط وایسادی، ربع ساعت قبل که این نبود، این مثلا 3 دقیقه قبل اومده راجع به ترامپ حرف میزنه. حرف خودتو ول کردی، قیدشو زدی، ولی میخوای به این فوش بدی. برسیم به یه جایی که ببینیم چی میشه. ببینیم آقای کی بود اسمش، دانیال توسی میخواد امروز صحبت کنه یا نه. اینجا چیزی ننوشته، آخرینش که من میبینم همینه که با کمال تأسف ظاهرن شما، بعدم عکس از چهره خودم اون که مال قبلش بود، جناب آقای سوربی با درود خسته نباشید، چیزی نیست آقای توسی. ولی برای اینکه ما به شما حسن نیتمون رو ثابت کنیم، یا به قول آمریکایی یا گود فیتمون رو به شما نشون بدیم، شما جمعه ساعت 3 مهمون دارم و جمعه ساعت 12 با دوستان هستم از کانون آوان، کانون آواد تا 2. ولی ساعت 2 بعد از ظهر تا 3 که میشه 11 شما تا 12 ظهر یا 2 مهمون دارم، الان نمیدونم، میتونم جمعه با تماس بگیرم. یا اینکه قشنگ پیام بذار به قول ما شیرازی ها کنار آب رکن‌آباد سر دل استراحت، بعدم پیام خود تا اول گوش کنم، چون من این پیام رو الان نمیندازم دو، اینو میذارم که شما اگه گفتی اینجوری میگم آقا شما 3 تا 4 تا توطئه دسیسه چیز رو درست کردی. اون فیلم ها بود، فیلم ها رو درست میکرد آخرش رو میذاشت میگه حالا شما دوست دارین آرتیست کشته بشه یا آرتیست به عشقش برسه، دوست دارین عشقش اینو بکشه بره با پولای این با... از این فیلم ها دیده بودید 3 تا 4 تا راه حل بود. شما اینا رو که گفتی من یکم گیج شدم، گفتم خدایا ایشون از این ور میگه چین چشماشو بسته، از اون ور میگه این نفت رو میخواستن به کره شمالی بدن، از اون ور یه جورایی شاید منم نباید به این سرعت قضاوت کنم. دوستان عزیز اجازه بدید همینجا برنامه رو تموم کنم و بریم. و آهان 26 این ماه آقای مهدی تبریزی برنامه‌ای داره به نام رضای خدا God Grace. گفت دیروز رفتم یه جای این کاغذها رو چاپ کنم، یه خانم ایرانی بوده اونجا، گفت آقا رو کاغذها ننویس God Grace. گفت فکر کردم میگم مثلا مثل قدیما بود میگفتن اسم الله، محمد، علی اینا رو نباید بنویسی بی احترام میشه. گفت نه آقا، تا بنویسی اسم خدا هیچ که دیگه نمیاد تو اون برنامه. گفت آقا من چیکار این خدا اینا دارم که از خدا سوء استفاده میکنم. من میگم اگه شما به خدا باور داری این جلسه ها رو گذاشتیم و کاری هم حقیقتا به خدا نداریم، میخوایم همدیگر رو کمک کنیم. اتفاق اون من گفت شما میتونی یکم کار کامپیوتری یاد بدی؟ گفتم آخ چه شعری میگه، میگه کوری اساکش کور دیگر شود. این حالا من دیگه بخوام به دوستان کامپیوتر یاد بدم، ولی تو کار کامپیوتر اینجوریه، یادتون شما مثلا کلاس سوم باشی میتونید برادرتون از کلاس اول هست بهش درس بدید، بستگی داره کلاسامون کجا هست. حالا من ممکنه کلاس پنجم باشم، شما کلاس دوم باشی، بله دوتا چی میتونم یاد بدم. آقا اگه کامپیوتر چیز شد عصبانی نشو، از اونجا خاموشش کن، برو یه چایی بخور بیا درست میشه. این کامپیوترها خیلی باهوشن، میفهمن شما خسته شدی، وقت استراحت، میخوان بری چایی بخوری. همونجوری که بهتون گفتم دیروز روزی بوده که 40 سال پیش شاه از ایران رفته و حکومت و ایران و ایرانی رو داد دست آخوندا. بعدم دروغ گفت، به یکی گفت تو نخست وزیری، به اون یکی گفت آقای فاچه چی بود مرده
جاسوس ستا بود تیمسار، تو مسئولی؟ به ارتش گفت شما مسئولی. حقیقتا وقتی هم نبود میخواست تفرقه بندازه. آقا میگن تفرقه بنداز و حکومت کن، بیچاره، ترسو، بی سواد، تو که داری فرار میکنی دیگه تفرقه برای چی میندازی؟ اینا که خودشون تو سر هم میزنن. در صورت برنامه آقای مسعود، آقای احمدعلی مسعود انصاری بعد از برنامه من پخش میشه، ببینید نظراتتون رو بگید و شما هم میتونید در تلویزیون برنامه داشته باشید، شما هم میتونید تلویزیون خودتون رو داشته باشید به نام خودتون، اصلا هیچ کاری هم به ما نداره و الی آخر. و اما اگر کسی فکر میکنه که ترامپ وضعش چجوریه، این رو یکی از دوستان برای من فرستاد که نشریه اشپیگل، اشپیگل همون یعنی آینه نه به آلمانی، این رو تازه گذاشته پشتش. ولی این روزا دوستان نمیشه اطمینان کرد، چون منم میتونم اسم خودم رو بذارم رو مجله تایم، عکس خودم رو بذارم همون جوری که ترامپ هم گذاشته بود. بله خیلی هم خوب، ممنون، متشکرم. و بله دوستان عزیز، برنامه ما همینجا تموم میشه، روز جمعه با شما هستیم. آهان اینو داشتم میگفتم، دوستان اگه مایلن برنامه داشته باشن لازم نیست بیاید تو برنامه من 3 دقیقه با دعوا از من بگیریم. آقا بیاید 3 ساعت برنامه بذار، قرار بذار سربی پنجشنبه من میخوام برنامه خودم رو داشته باشم. منم روز چهارشنبه اعلام میکنم، فردا دوستان پنجشنبه 3 ساعت آقای توسی برنامه داره یا آقای بهبهانی برنامه داره و برنامه میذاریم. این چه عادت زشتی ما پیدا کردیم، یه تلویزیونی برنامه بذاره ما بریم زنگ بزنیم نظریه که دادیم خدا حافظ، چه بریم یه کانال دیگه اونجا هم نظریه بدیم، بعد یکی دیگه هم پشت سرمون راه میفته و میاد فوش میده میگه آقا این 24 ساعت تو تلویزیون هست. میگم خب تام که هستی که، کارمون خیلی خرابه. دوستان عزیز روز و روزگار بر شما خوش، امیدوارم که بتونیم با هم صحبت کنیم. اگرم یه وسط این وسط یه کسی دیوانه است مثل سوربی، دیوانه است آقا شما که عاقلی خودت هم دهن سوربی دیوانه نکن، حرفاشو گوش بده بگو آقا اصلا این بی خود میگه، برو دنبال کارت. ولی اگه دیوانه نیست تحمل کن بذار حرفشو بزنه، تأمل کن، صبر و حوصله کن، برو تحقیق کن، تصمیم شو تحقیق تصمیم. خدا حافظ شما، روز روزگارتون خوش، مرسی.